سلام علیکم. ماشاءالله به این گاه زنده باشی. بچه ها چرا یک دو سه چهار پنج یکی کمه کی؟ یکی اینجا نیست. یکی داشتی میمدی گفت من برم خرس شکار کنم بیام خدا هم میرسونم. هیچی هم شکار نگرده گویا. سلامون علیکم. باشه الان یه فصل خرس شکار کردن. بدش کن برو بشه. سلام به همگی. سلام به همگی. باری کرده. بفرمایید. جای شکارچه خرس فقط. من باید اینجا بشینم. خوش اومدی. خیلی مخلصیم. دوستان عزیز من، رفقا، خیلی خوش اومدین. همونطور که میدونید ما یکم از شهر فاصله گرفتیم. اومدیم در جنگل، در ارتفاعات جنگل. هوا برفی سرده ولی میارزید. گفتم میخواد از هیاهوی شهر فاصله بگیریم بیایم اینجا دور هم دیگه. میخوام یه تیم، یه باند گردن کلفت مافیای قهوه تشکیل بدیم. یه باند گردن کلفت مافیای قهوه آقا مجید میخوایم درست کنیم. منتها تعدادمون زیاده، یعنی مثلا از این 11 نفر 2-3 نفر 4 نفر میخوایم ببریم تو باند قهوه. با این باند قهوه تو این فصل آقا سید جواد کار داریم. آنتونلا همکار بنده است اینجا، هر موقع قهوه خواستین. خیلی هم دختر خوبیه. به من خودتون رو خودتون صحبت کنید. چون ایتالیایی فقط بله، متوجه میشه به من بگید من ایتالیایی ترجمه میکنم. حله ایرانی رو آزاد یکم بکشین میشه. راجب سناریو صحبت کنید. آنتونلا آقای معین خان زندیق، تیپ جدیدتون خیلی بهتون میاد. خیلی مخلصم. خواستم بگم که چون قبلش باری شما رو دیده بودم گفتم رفتی تو برفا، نکنه پلنگی چیزی چنگی انداخت. ولی این سیبیله آقا کپی رایت داره. باعث افتخار سید جان که از من تعریف کردید. مخلص. آقا اذیتش نکنید. بیا چون اصلا دارن رو تو میگیرن تو بول بزن. گناه داره بابا. دستای موهی پلنگیه به نظرم. شکار خرس نتونسته دیگه. حالا اشکال نداره. تخریب تو گناه چیه؟ ما گناه نداریم بچه زرنگم. خب بس بده. شما فقط یه توکفات به دم در برو پلنگایی که شکار کرده رو ببینید. نه. چرا باشه. ببین من این همه الان پلنگ شکار کردم. اگه اصلا افه میام اینا. آثارش اینجا هست. من نمیگم یه کار عادی مونه دیگه. من نوکرتم. دیگه چه خبر بچه ها؟ راجع به سناریو. سناریوی شرلوک واقعا جذابتر از جکه. به نظر من خیلی جذابه سناریوی شرلوک. تا اینجا که خیلی لذت بردیم بیا. اینجور نگاه نکن. الان از همه بیشتر تو لباست به مافیای قهوه میخوره. رنگش و فلانش و. اگه فرمایشی نیست بریم شروع کنیم ها؟ رفقای من در آنسوی کلبه. سه دو یک. همه خواب. ماسکا به صورت چسبیده. یک و دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده یازده کماکان خواب باشید و اینجا فقط خانم خدا رحمی لطفاً ببینم. خانم متشکرم. خانم قفاری فقط متشکرم. اینجا فقط رامین جان لطفا متشکرم. علی جان مهران متشکرم. آسه جواد ببینم آقا سپاسگزارم. باب لطفا این وله بازار آقا شکیب ببینم. آقا متشکرم. آقا امیرحسین ببینم متشکرم. خب آقا مجید لطفا
ببینم آقا، متشکرم. و اینجا کامران جان، متشکرم. آقا مهدی دانایی لطفا اون وسطی با شماست، متشکرم. و آقا معین پلنگ کش، سه دو یک، اعلام روز میکنم. یادم رفت قبل از اینکه کارتا رو پخش کنم سر دست رو سوال کنم که کی تمایل داره باشه، ولی خب اشکال نداره. حالا طبق روال مرسوم فصول قبلی یا خودم تعیین میکنم، یا اگر کسی الان تمایل داره سر دست باشه اعلام کنه که من سر دست رو بدم، اگر نه خودم تعیین میکنم. خرسکش آقای خرسکش، آقای خرسکش موافقم. کسی که دیر اومد، بله کسی که از همه دیرتر اومد، ما این همه بزرگتر و پیشکسوت هست، خواهش میکنم. من ادبم اوت میکنه که یعنی ببین هر کی میره خرس بکشه نمیتونه بکشه، اصلا شکارچی جماعت باید اول حرف بزنه. نه دیر اومدی باید زود شروع کنی دیگه، راست میگه، درست میگه. بفرمایید آقای معین زد شروع کنن صحبتو، بفرمایید. سلام، معین هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم، خیلی خوشحالم که اینجام و اینکه بهتون بگم از اونجایی که یعنی مدل خودم میخوام بهتون توضیح بدم که بعدش به من نگید فکت تو بگو و فلان. از اونجایی که درون آدم ها یعنی گفتارشون با درونیاتشون با هم متفاوته، من سعی میکنم که به دلم گوش کنم، یعنی به حسم اکتفا کنم تا به حرف آدم ها. چون تا جایی که فهمیدم اکثریت دور از جون شما آدم ها شبیه حرفاشون نیستم، پس به حسم اکتفا میکنم. برای همین از من نخواهید که فکت تو بگو اینا، من چیزی که حس میکنم و میگم و دیگه حالا دیگه بقیهش اگه لاش فکتی هم پیدا کنم قطعا بهش اضافه میکنم. الان هم اگه بخوام حسی به حرفام میخندی؟ الان هم اگه بخوام سر دست که بی منطق و بی اساس تارگتی بزنم به امیرحسین رستمی تارگت میزنم، به رامین راستاد و خانم غفاری عزیز، این سه تارگت حسی بنده هست. متشکرم. به چرخ لطفا. به نام خدا سلام عرض میکنم، مریم خدا رحمیم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. از صحبت‌های آقای معین چیز خاصی دستگیرم نشد، با اینکه یکمی شاید تو روز معارفه یکمی زیاد صحبت کردن، ولی خب حس کردم که شاید تو بازی‌های قبل جوری بودین که گفتن چرا فکت نمیاری و از به بسم الله دارین توضیح میدین. به شما تارگتی ندارم در این لحظه، و اگه بخوام حسی تارگت بزنم آقای راستاد و آقای شکیب و آقای مهدی دانایی. مرسی. سلام دوستان، بهار غفاری هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. در رابطه با دو عزیزی که قبل از من صحبت کردن، چون مدل بازی آقای معین رو نمیشناسم، به نظرم اینقدر توضیح دادن اونم اول بازی یه ذره عجیب بود برای من، و عجیبتر از همه مریم عزیزم شما میشی برای من که اینو توضیح میدی و تارگت نمی کنی. میتونی یه تارگت کنی، یعنی به عنوان تارگت روز اول میشه ایشونو تارگت کرد، بهتر از اینه که حسی بزنی. حداقل یه نفر قبل از تو اینقدر طولانی صحبت کرده، اینقدر طولانی توضیح داده. اگر ما مثلا چند تا تارگت به آقای معین میزدیم و ایشون می اومدن توضیح میدادن که بچه ها مدل بازی من اینطوریه و اینا، من حق میدادم، ولی اول بازی اصلا نیازی به این توضیح نبود. من هر دوی شما رو تارگت میکنم تا ببینم دست بعد چه اتفاقی میفته. از این سمت هم آقای هاشمی.
کی من؟ کی؟ بله. آقای هاشم. رفقا سلام، خیلی مخلصم، خوشحالم که خدا به هم عمر داد دوباره بتونم کنار شما بازی کنم. خانم غفاری ببینین الان نباید به طولانی بودن حرف موین گیر بدیم. موین حتی از قبل انتخاب نکرده بود که حرف بزنه، یهو گفتن حرف بزن. انتخاب میکنی از قبل نفر اول باشی، بلند میشی سوتی میدی، وای به حال اینکه تو انتخاب نکنی و یهو توی این اتفاق قرار بگیری. اصلا نمیشه. ولی من به خانم خدارحمی شک میکنم. خانم خدارحمی میگه آقای موین اینجوری اینجوری، ولی من به شما کاری ندارم، من به این و این و این تارگت میزنم. این چه مدلشه؟ میخواستی مثلا بعدی ها پاشن بگن که خانم تو چرا نفر قبلتو حرف زد چیزی راجبش نگفتی، همجوری یه چیزی گفتی که بگی حواسم به نفر قبلیم بوده ولی تارگت نمیزنم. نوار خالی پر کردی. من به شما مشکوکم، به امیر نازنینم مشکوکم و به دانایی عزیزم. شما کی بود اولین؟ آره اسم خدا رحمی، خود خانم خدا رحمی. بله بله خدا رحمی. بله. شما؟ ما اینجا. بله خانم اجازه بده من ببخش اینجا فقط صحبت کنم. آقا خیلی مخلصی، انشالله بازی خوبی داشته باشیم. مافیا میشم مافیا میشم، ولی شهر میشم اون شهر محکوم برده. خیالتونم راحت باشه، این اتفاق میفته. اندازه خودم، اندازه کارت خودم هم بازی میکنم، بیشتر بازی نمیکنم. این دست ببین، معین زد عزیز برایندش که واسه فردا، اینقدر توضیح نداره که توضیح میدی. توضیح دادن بیش از اندازت میتونه تو رو مشکوک بکنه فعلا تو روز برانی. منو نه، خانم غفاری رو. مریم خدا رحمی باز به همین شکل، یک استرسی داره زبان بدنت، اصلا من متوجه نمیشم یعنی چی. پس فعلا اگر بخوام راجع به بچه‌هایی که قبل از من صحبت کردن موین رو میذارم واسه فردا برایندشو. خانم مریم خدا رحمی، خانم غفاری، از این ورم اگر بخوام یه تارگتی داشته باشم، شکی به شجره عزیزم فعلا. سلام، من سید جواد هاشمی پور اصل هستم و خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون بازی میکنم. خانم غفاری خیلی توضیح دادید، شما واقعا زیاد توضیح گفتید. اون چرا توضیح میده خودت خیلی توضیح دادی، خیلی بیشتر وقتت رو صرف کردی برای اینکه راجع به معین حرف بزنی. و به نظر من تو شروع ماجرا این دوتا فقط بلند شدن چون اول دست بودن. البته خانم خدا رحمی قبول دارم یه خورده هول شدی، یه کوچولو که باید خودتو نجات بدی، یعنی بیا بیرون. اگر شهروند هستی خودتو نجات بده. برای همین لاجرم با این که دوست دارم که شهر من باشی، ولی اجازه بده تارگت اولم شما باشید. مهران به نظرم یه خورده شهری بازی کرد برخلاف صداش و میذارم برای دور بعدی ببینم چه خبره. به صورت حسی از این ور فقط خانم خدا رحمی رو انتخاب کردم. به صورت حسی شکیب عزیزم چون اینجوری داره به من لبخند مهربانانه میزنه و ببینم از بین شما کدام یک اصلا تارگت نخوردید. فکر کنم مجید واشقانی کامران. مجید کامران تنها کس. کامران هم نخورده. من از مجید میگذرم و کامران رو به خاطر اینکه به صورت حسی کاملا شما دوتا به خاطر اینکه تارگت نخورده تارگت میکنم. مرسی. سلام، شکیب شجرم، خوشحالم کنارتون بازی میکنم. آقا همش داریم حرفای هم دیگر تکرار میکنیم دیگه. ایشون بلند شدن صحبت کردن، شما همه دارید یه حرف تکراری رو در واقع میزنید دیگه. به نظرم اصلا به این میز خیلی کاری نداشتیم چون منم حرف شما رو نشنیدم، ولی در مورد کسایی که قبل من حرف زدم میخوام یه صحبت کوچولی بکنم. ما اینجا نمیشه من پر از تناقض باشم بعد تو بگی به حرف دلم گوش میدم تو بازی و فکتی نیاری. بخاطر همین شما برای من مشکوک میشوی. همینجوری به خاطر این صحبتی که کردی خانم خدا رحیمی، شما هم به همین ترتیب برای من مشکوک میشوید. و از این طرف چیز عجیبی از دوستان نگرفتم چون همه حرفا این همدیگه بودن. شما میگفتیشون دارم تکرار میکنن دوباره به همین ترتیب. فعلا با شما کاری ندارم. از این طرف هم یک دونه از بین این چهار دوست عزیز حسی به مهدی دانایی عزیز، چون تا حالا هیچ کسی بهش تارگت نزده، تارگت میزنم تو بعدن صحبتش. چرا نزدم؟ من زدم. سه تا تارگت شده. مهدی؟ بله. لطفاً فقط آقای رستمی صحبت بفرمایید. سلام دوستان، امیر حسینم رستمی.
چقدر خوشحالم باهاتون دوباره بازی میکنم. من الان تارگت هامو بخوام بگم، ببین واقعا معین دوباره راجبش صحبت من نمیکنم به خاطر اینکه تفلکی انتخاب نکرده بود که صحبت بکنه، یکم هول شد. از خانم خدا رحمی هم من میگذرم، خانم بهار غفاری من یه تارگت به شما میزنم فعلا برای اینکه دست خالی اون میز نباشه، دوست دارم اون میز یه دونه تارگت داشته باشم. سید من ذاتن همیشه شک دارم بهت، تا عکسش ثابت شه به شما یه تارگت میزنم. روی این میز ندارم، روی اون میز رخ خوبی کامران دارم. مرسی، ممنونم. لبخند آیدانه یه تارگت خوشگل میزنم، میخواییم با هم عشق کنیم. ممنونم. سلام دوستان، مجید واشقانی هم و چقدر خوشحالم که رفقای قدیمیمو میبینم بسیار زیاد و امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. منم خیلی دستگیرم نشد، مطمئنن تارگتی که میزنم خیلی بر اساس فکت نخواهد بود، بر اساس یک سری شنیده است که میتونه تابع این باشه که به هر حال یه نفر سردست صحبت کرده، یه نفر صحبت‌های کامل بقیه رو نشنیده. ولی سرکار خانم خودارم به شما تارگت میزنم، سرکار خانم غفاری به شما تارگت میزنم و به رامین راستاد عزیزم تارگت میزنم. برخلاف اینکه شاید تقریبا احتمالش پایین باشه که یه دفعه سه تا مافیا کنار هم دیگه نشسته باشن، اما از کسانی که صحبت نکردن چیزی دریافت نکردم فعلا و ما بقیه رو بیشتر سفید داشتم. احتمال اینم وجود داره که به هر حال توی ترن بعد یه اتفاق دیگه بیفته، تکلیفمون عوض بشه، اما فعلا روی این سه نفر تارگت دارم بدون هیچ گونه فکت قانع کننده. ارادت. سلام رفقا، چاکرم، ایشالله بازی خوبی باشه، خیلی مخلصم. من با حرفای معین اونجایی مسئله دارم که میگه حرفای آدم ها شبیه درونیاتشون نیست. طبعاً آن چیزی که من بهش فکر میکنم به زبانم میاد. تش البته درستش کردی، گفتی آدم های الان این شکلی شدن که حرفاشون اینجوری نیست. هول شدن خانم خدا رحمی خیلی به چشمم اومد، توضیح خانم غفاری، توضیح رامین، مدل توضیح دادن علیرضا مهران عین اون جمله بود که شکیب گفت. ولی اینکه سید بلند شد رامین رو ندید، هم راجع به معین صحبت کردین، هم راجع به خانم خدا رحمی، هم خانم غفاری، هم علیرضا مهران، ولی رامین رو جو پریدی از روش و هیچ نکته‌ای هم نگفتی. و اینکه شکیب یادش رفته بود سه تا تارگت خورده مهدی دانایی عزیزم، اینا تنها چیزایی بود که ذره به ذهنم آمد. و بابت هول شدن خانم خدا رحمی میتونم بهشون تارگت بزنم، بابت اون ندیدنه میتونم تارگت بزنم به شما، فقط همین در همین حد. و امیرحسین عزیزم که احساس کردم یه ذره فرمش فرم متفاوتری از لحاظ جای صدا و مدل شروع کردنش و اینا. امیرحسین رستمی عزیزم تارگت هم اینان، مهدی هم که حرف نزده همست. مرسی، آخرین نفر صحبت کنم. سلام، مخلص شما مهدی دانایی، باعث افتخارمه که در میون شما هم دارم بازی میکنم، امیدوارم که بازی قشنگی بشه. خب آقا معین که برایندش میمونه واسه فردا، ولی خانم خدا رحمی شما باید میدیدی میتونستی بگی. حالا من علارغم این که با صحبتهای شما بعضی یا همسو نیستم، آقا معین فکتش این بود که تارگت پراکندم زد. حالا علاوه بر اینکه صحبت کرد، خودش کاری باش ندارم، برایندش واسه من میمونه فردا. خانم شما بعد آقا معین رو تارگت میکردی. یک آقا سید شما خورده میگیری از خانم غفاری، خانم غفاری خیلی توضیح دادی، بیشتر از معین توضیح دادی، خیلی صحبت کردی، خودت تارگتش نکردی، گفتی خانم خدا رحمی. بله 100%. آقا شکیب خانم خدا رحمی به من زد مافیا خوب گوش نمیده، چون داره فکر میکنه که پاشه بچینه تو ذهنش اونا رو مثل نوار صوتی همینجوری بده بره بیرون. خانم خدا رحمی و آقا سید به من تارگت زدن، شما یه تارگت من میشی، به نظرم که بتونم با امیرحسین رستمی هم بازی کنم. متشکرم. من شب معارفه رو که برگزار کردم از آنتونلا خواهش میکنم که قهوه بیاره. آخ متشکرم. بله شب معارفه رو بریم برگزار کنیم، بعد قهوه رو خواهش میکنم آنتونلا فردا بیاره. معارفه الان نه، فردا. بشین چشم ببین. همه خواب.
همه خواب، حتی آنتونلا. شب معارفه شب حساسیه. همه خواب، حتی آنتونلای عزیزم. همه خواب. خواب باشین لطفاً. خواب باشین. خیلی آرام، فقط تیم مافیا از خواب بیدارشن. آرام. من کمک میکنم پدر خانده بازی، پدر گودمنه بازی و ماتادور بازی با هم دیگه اگر که میخوان آماده کنن با ایما و اشاره و چشم و ابرو. بقیه ماسکا کامل به صورت چسبیده باشه. داریم همه رو رصد میکنیم کامل. خیلی خوب، کافیه بخوابن، همه بخوابن، همه بخوابن. تیم مافیا خواب. سه، دو، یک. روز شما بخیر. مجدداً آقا معین عزیزم شروع کنه این بار با چالش تعارفی. هر نفر یک چالش. چالش؟ کسی میخواد؟ کسی چالش؟ نمیخواد. برو 30 ثانیه‌اش رفت. برو. خب. من که دست قبل نخواستم که سر صحبت باشم. اگه بلند شدم اولم یه پیش مقدمه‌ای، معمولا یه سری حرف میزنن که شاید اصلا هیچ ربطی هم به بازی نداشته باشه، فقط یه چیزی میگن و در نهایت سه تا تارگت میزنن. من میتونستم اصلا اون حرفا رو نزنم و بگم فلان و فلان، سر صحبتم کسی نمیتونست به من خورده‌ای بگیره که. ولی من حرف دلی خودم رو زدم، چون کلا در ادواری که من مافیا بازی کردم به من این ایرادو میگرفتن که شما چرا فکت نمیاری، چرا با فکت بازی نمی کنی؟ من مدلم این شکلیه که حسی بازی می کنم. دلیلش هم گفتم اینه که آدم ها جسارت به کسی نمی کنم. خودمو میگم. خودم شبیه حرفام نیستم. درون من با گفتار من فرق می کنه. پس سعی می کنم با حسم بازی بکنم. چون سر صحبتم شمایی که دامن زدی به این موضوع که چیزی نبوده اصلا. من حرف خاصی نزده بودم. فقط یه شما برام تارگت میشی و یک نفر دیگه هم اینو دامن زد. تو که پشت من در اومدی؟ اون یه نفر رو چالش میگیرم و میگم ممنونم. اینجا رو نگاه، اینجا نگاه. آنتونلا کفه. قشنگ بود؟ قشنگ بود؟ کف کردم. فهمیدین چی گفتم؟ کف کردم. دوست داشتم. ایتالیا رو گفتم. فهمیدین نه؟ چی گفتم آقای رازی؟ آ ببینید. آی بابا دارم میگم. کف بفرمایید. عجیب بود، نبود؟ بفرمایید. غریب بود، نبود؟ بفرمایید. خب من یه توضیحی بدم راجع به اینکه پاشدم و در مورد آقای زندی این حرفو زدم، چون خود من هم بسیار بازیگر حسی هستم و این بازی بازی فکته و میگن یعنی تو اگر صد حست درست بگه در مورد یه مطلبی باز هم از تو فکت میخوان و به نظرم خیلی هم درست و قانونیه قضیه فکت خواستم. ولی منم مدل شما بازی میکنم، درکتون کردم و گفتم چون درکتون میکنم من به شما تارگتی نمیزنم و از این طرف سه نفر رو رندوم تارگت کردم. و در مورد اینکه حالا این صحبت رو بهار جون گفتن که مشکوک بودم که مثلا در مورد شما رو سفید کردم، یعنی در واقع گفتم که شما تارگت من نیستین و از اونجا موج شروع شد و همه بدون استثنا به جز آقای امیر حسین رستمی همه شهر به من تارگت زدن. ف
فکر میکنم خود همین فکت خیلی نشون میده که ماجرا از چه قراره و من شهر هستم. متاسفم اگر که جوری حرف زدم که باعث شده که همین الان که من یک شهروندم تارگت بشم. امیدوارم که این رأی منفی و افراد شهر از روی من بردارن، چون من واقعا شهرتون هستم. مرسی. به چرخ لطفا. چاله. خب آقای زندی، شما قراره با فکت بازی کنید دیگه، بهتون ایراد گرفتن که با فکت بازی کنین. الان فکت ها کو؟ شما سر دست بودید، از اینجا این همه آدم حرف زدن، شب شده، روز شده، باز شما همون حرفا رو میزنید، حرف خاصه. راجع به من الان فکتتون چیه؟ این که من گفتم که شما چرا سر صحبت این حرفا رو زدید، به نظرم این اصلا فکت نیست، فکت چیزای دیگه. حالا مریم جون، کاش تارگتاتو میگفتی، رفتی توی مقام دفاع، میدونی اول در باشه. ببین اصلا فکت روز ناآگاهی ملاک نیست، یعنی اگر کل این افراد هم بگن شما، ممکنه که یارات هم به شما گفته باشن، یعنی اصلا فکت نیست. ما هیچ موقع نمیگیم که تو روز ناآگاهی اگر یک نفر اسمش زیاد زده شد پس اون سفید شهر. نه، شما میتونستی بلند شی یه توضیحی بدی در این رابطه و بعد اگر ذهن پراکنده و آشفته نداشتی تارگت بزنی. الان برای من خیلی مافیایی تری. آقای هاشمی هم به فکت ایشون درست گفتن، منم نوشتم اینو، شما به من خورده گرفتین ولی منو اصلا تارگت نکردید، به مریم گفتین. خب بعد فکت مریم هم نیوردید، اینم جالبه برای من. شما هم خیلی آدز مافیایی به چرخه جاله شفقا. موین عزیز، دور اول پشت شد در اومدم، گفتم خب یهو اومد وسط باید حرف میزد، باز بلند شدی حرف همه رو شنیده بودی، باز همون حرف رو زدی، یعنی هیچ چیز تازهی، اصلا هیچ چیز تازهی نگفتی. الان دیگه یکم برای من مشکوک میشی. بعد چطور ممکنه که شما رو دو نفر تارگت زدن یادت نیست؟ اولیش یادت، دومیش میچرخی همه رو نگاه میکنی، بعد تازه مشکوکی که من بودم یا نه؟ نمیشه. اگر تارگت خوردی به نظرم باید یادت میموند کیا گفتن که پاشی راجبش حرف بزنی، یا ببینی تو ادامه بازی چجوری تو رو پیگیری میکنن. یک، آقای واشقانی خیلی درصدش کمه به قول خودت که سه نفر اینجا مافیا باشیم. اوکی، همون قدم درصد بذار که بعدت سه تا آدم دیگه نشستن. چطور حاضر نشدی یک دونه از مافیای حسی تو حداقل نگه داری اون سه نفر هم حرفاشون رو بزنن؟ شاید یکی اونجا بود و به دوتا از ما بسنده میکردی، هر سه تای ما رو نمیدادی. کامران تفتی عزیز، ایراد میگیری از سید جواد هاشمی؟ چرا اونو دیدی، اینو دیدی، رامین رو ندیدی، رد شدی؟ تو که منو دیدی چی گفتی؟ از من چی گفتی؟ چیو میدید از من؟ من تنها چیزی که گفتم پشت موین وایسادم، گفتم آقا طبیعی بود، منم اگر بودم شاید یه سری حرفایی که ربطی هم نداشت میزدم، چون اولین نفر بودم میخواستم خیلی مثلا با اعتماد به نفس شروع کنم، ولی ممکن اون وسط ها یه باگایی هم بدم، دفاع کردم. بعد از خانم خدا رحمی ایراد گرفتم، به این خانمم گفتم فعلا کاری نداشته باش به اون، یعنی راجع به سه نفر حرف زدم، بقیه هم یه حسی اونور به دانای مقدم زدم. شما داشتی منو میدادی لاکار که چرا راجب این حرف نزدی، اینو رد کردی، ولی خودت هم هیچ چیزی راجب من نداشتی بگی. این چیزی بود که من شنیدم. بچرخه. بچرخه لطفا. من میدین معذرت میخوام، چون الان دوباره همون فرمون میره، باید بگم بلند شده یادش رفته توضیح میده، بلند شده توضیح میده، بلند شده توضیح. تنها کسی که این وسط سر تارگتاش موند فقط خانم غفاری بود، تارگت روز معارفش زده بود، الان راجب تارگتاش صحبت کرد، راجع به جواد هم صحبت کرد. حالا تو چرا دردت گرفت؟ من به جواد تارگت زدم، تو چته؟ مسته نفر کجا میبرین؟ چرا میگی؟ حرفم اینه، الان این آقا بلند شد، ذهنیتش مشغول بود، یادش رفت تارگتاش. خب که کی به من تارگت زد؟ چالش میگیرم میگم. خانم خود رحمی بلند میشه توضیح میده برای معین زندی، این میشینه برای ما مشکوک. چرا باید توضیح بدی؟ میشینه برای ما مشکوک. تنها کسی که بعد از دو نفر پا میشه حرف میزنه راجع به تارگتش حرف میزنه خانم غفاریه. لایک هم بهش میدم، حس شهروندی هم ازش میگیرم، نوشتمم شهر حرف زده. ولی تو پا میشی باز تارگت های خودتو نمیگی، فقط توضیح میدی که چرا آقای واشقانی اینو نذاشتی اونجا، چرا کامران منو رد کردی به اون زدی. حرفمو نفهمیدی؟ من پیچیده دارم میگم همش تو توضیح سر تارگتت وانستدی. متشکرم سینیور. من به سید زدم. سینیور تفتی متشکرم. کامران
عشق من، چالشت زود بود، اینجا نباید میگرفت. ببین شما اگر عزیز دلم خورده میخوای بگیری باید به معین زد عزیز و خانم غفاری بگیری. اصلا اینجا رامین رو ولش کن. چرا؟ معین زد عزیز میاد روز اول امیرحسین رستمی و رامین و خانم غفاری رو تارگت میزنه. روز اول هم هست، اوکی، عشق هست. بعد امروز میشه ما میخواییم برایندش رو در بیاریم، میاد میگه فقط خانم غفاری. خانم غفاری شروع میکنه صحبت کردن، یه گوشه لپی میگیره از معین زد، بعد میکشه عقب، میگه آقای هاشمی و خانم خدا رحمی. اصلا نبایده، به نظر من چالش شما بیمورد بود. معین زد و خانم غفاری و شما بیشک یک یا دو مافیا بینتون نشسته است، اصلا شک نکنید. بیشتر من معین رو میدونم، کمتر خانم غفاری رو میدونم. چالش شما هم به نظر من خیلی زود بود، اینجا نباید چالش میگرفتی. موضوع بی اهمیتی رو مطرح کرد. بفهمه به چرخه باریک. چالش نمیگیریم. خانم خدا رحمی، ای کاش وقتی بلند شدید دفاع نمی کردید. واقعا حداقل تارگتاتون رو میگفتید، یعنی تارگتاتون رو اعلام میکردید. من خیلی ناراحتم که شما مافیایید، خیلی ناراحتم. چرا؟ خدا میدونه، نمیدونم چرا، چون واقعا دوست داشتم ایشون شهر باشه، چون ولی به نظر من ایشون مافیا میاد. خانم غفاری، اولا کامران اشتباه میکنه، هیچ مزیتی نداره که شما روی تارگت های بلاند بمونید، اصلا این مزیت نیست، کامران اشتباه میکنی. این یک. دوما این که من به شما توضیح دادم که توضیح ندید، اشتباه کردم اصلا، نه ولی تارگت هم نبودی خانم، خب تارگتت نکردم، به همین دلیل ازت رد شدم. آقای کامران خان، من اصلا با ایشون که چرا وقت جلسه رو بگیرم، وقت بازی رو بگیرم راجبش حرف بزنم وقتی هیچ چیزی دریافت نکردم؟ یعنی از اینا یه جمله گفتم، گفتم از این چهار تا فقط خانم خدا رحمی من رو متاسفانه مشکوک کرد، بقیهش رو حسی زدم، گفتم ایشون حسی، حتی گفتم مجید تو رو رد میکنم تو چون نخوردی، حسی، خیلی حسی. الان به نظرم میاد خانم خدا رحمی میتونه همچنان با کمال احترام تارگت من باشه و فکر میکنم مافیاست. از این طرف معین رو به نظرم نمیاد، معین اصلا بازیش همین شکلیه و به خاطر همین وقتی گیر میدید به معین یهو بهتون مشکوک میشم. وقتی زیاد میشید یهو میگید معین. به همین دلیل تارگت های بعدی من کسانی هستن که به معین گیر دادن به اعتقاد من، و البته همشون رو نمیگم، فعلا خانم خدا رحمی و البته مهران عزیزم قربونت برم. متشکرم سینیور سید. چالش آقا، من گیر میدم شما با من وارد جنگ شو هستن. آقا داره غلط بازی میکنه، همیشون یعنی غلط داره بازی میکنه. ببین حتی به فکر این که همه به ایشون تارگت بزنن و ایشون حتی مافیا کش بشه، اصلا هر تارگت کش بشه، هر اتفاقی بیفته، به خاطر جنس بازی که دارن انجام میدن من به ایشون رأی میدم. بی برو بری به آقای معین زد و به خانم خدا رحمی هم رأی میدهم. معین جان اومدیم کلاس روانشناسی، از طرز شخصیت و تفکر خودت و اینو هی باری حیات دون اینجا ما بلند شو تارگت بزن، بگو این همه تارگت کشت کردن، هیچی نگفتی، اصلا یادت نمیاد چه خبره. برای من شما میشی در واقع مشکوک، همون تارگتی که روز اولم زده بودم، چون دوباره صحبت رو شنیدم. خانم خدا رحمی عزیز، حتی اگر دارم میگم شما تارگت کش هم بشی، یا جنس بازی رو عوض کن، من نمیدونم، یه کاری بکن خودتو نجات بده، من با چیزایی که دارم میدونم. خانم خدا رحمی عزیز، دلایلتون برای من قابل قبول نبود. من با شما در یک ور نیستم، مگر اینکه جور دیگری باشه و چیز دیگری به من ثابت بشه. از روی صحبتایی که داشتید می‌کردید دارید کاملا توضیح میدید. فقط هم با آقای زد من نمیدونم پس ما اینجا نیستیم، یا رفتید در قاموسی از نیگه، رفتید در جایگاهی از دفاع، همون صحبتایی که ایشون کردن. با ایشون در واقع بازی میشود، با خانم بهار عزیز، بخاطر اینکه صحبتاشون رو شنیدم و دیدم که تقریبا با هم دیگه در یک سایت میتوانیم باشیم. با آقای راستاد عزیز
صحبتاشون رو دارم میشتم، چیز عجیبی ازشون همچنان نگرفتم که بگم. درسته تارگت زدن و همه اینا، ولی هنوز چیزی نگرفتم که برای من تناقض به وجود بیاره. آقای مهران عزیز، هیچ نظری در مورد خانم خدا رحمی نداشتید شما کلان در مورد صحبتاشون و هر چیز دیگری؟ و کامران عزیزم که بلند شدی چالش گرفتی، من احساس کردم که خیلی داری درست توضیح میدی. حالا نمیدونم، شاید ذهنم یعنی یکم بگذره دوباره ترن خودت صحبت کنی، نسبت به شما مشکوک نیستم. الان در حال حاضر این دو دوست عزیز، یعنی آقای زد و خانم رحمی و شما آقای مهدی عزیز، بلند میشی تو روز بلایند امیر حسین رو سفید میکنی، میگی من با امیر حسین بازی میشه؟ درود بر شما. خب دوستان، من به خانم قفاری، به سید و به آقای دانایی تارگت زده بودم. آقای دانایی که اسی بود، چون هنوز صحبتشو نشنیده بودم، ولی الان با چیزایی که شنیدم، خب یک بار موینو گذاشتم به خاطر اینکه سر صحبت بردوشش گذاشتن که شروع کنه و هممون ممکنه یهو بگن از شما شروع میشه هول شیم، ولی بار دوم دیگه پراکنده صحبت کردن و هیچی متوجه نشدن از حرفات اذیتم میکنه. یعنی صحبت میکنی تهش من هیچی نمیفهمم، حتی نمیفهمم موقعی که داری میشینی تارگتات کیا بودن. و همینطور خانم خدا رحمی، دفاعت به نظر من خیلی تابلو میکنه آدم. دفاعت خیلی انقدر دردناک نبود که اینطوری دفاع کنی. آر با چه اشکالی داره؟ 9 تا 10 تا چه اشکالی داره؟ نه به نظر من نباید نگاه میکردی بهش. و سید عزیزم، من هنوز رو شما هست. روی میز خودم هم که فعلا چیزی ندیدم جز خواهر. چالش شکرم به شرخه. من کلن آقای شجره، شما نصف بازی رو داری میخندی، بعد بلند میشی با اصلا یهو به من میگیری. اصلا منو ببین کامل تو بازی باش، بعد میتونی با من به جنگی. شما مشخصه من شاید اصلا میخوام روانشناسی بازی کنم، اصلا مدلم اصلا درست و غلطش رو شما تشخیص نمیدی. یکی با پای چپ میشوته، یکی با پای راست، یکی کله میزنه، هر کدومشون هم میتونن تو گل برن. پس فقط نمیتونی بگی با پای راست میتونی تو گل بزنی. اوکی، من کلا از گزافه‌گویی بدم میاد، از اینکه مثلا این حرفو این خانم داره میزنه، خانم بعدی هم بلند شه حرف ایشونو از زبون خودش بزنه که بگه منم این حرفو زدم، دوباره بعدی هم بلند شه همون حرفو تکرار کنه که بگه منم این حرفو زدم. من داداش حرفی که یه بار یه نفر زده دوباره نمیام من از به زبون خودم مثلا بگم نه این حرفه برا من بوده، منم بگمش که بگم منم اینو گفتم. من دیگه حرفی که هست چیزی که کسی نگفته رو و من متوجه شدم در حد شعورم اونو اضافه میکنم بجم. حرفی که گفته شده رو دیگه نمیام تکرار کنم. بلند شدم، من دو دست رو به ناچار سر صحبت بودم، انتخابم نبوده. بعد از اونم گفتم آقا من کارتمو میدونم، تارگتم، ببخشید آقای کلام آخر. بعد از اونم بلند شدم گفتم که آقا بعد از این داستان شما هنوزم داری میخندی، بعد از این داستان چون کارت خودم رو میدونم، شمایی که داری به این حرف زدن من که سر صحبته و من یه چیز مقدمه ای گفتم مرسی، چنگ میندازی برای من تارگتمو معرفی کردم، من نشستم. متشکرم. بچه‌ها چالش تایمش کمتر، رعایت کنیم. بفرم. بسیار خوب. من خانم قفاری بازی شما رو نمی‌شناسم، شاید فریب بخورم، ولی چون توی تارگت هم بودید دارم راجع به این صحبت میکنم که من الان موظفم نسبت به 3 نفری که تارگت زدم و اینکه پشت سر همم بودم باید حرف بزنم، به خاطر اینکه حرف شنیدم. از شما حس مافیایی در واقع الان نمیگیرم با اینکه تارگت هم بودید. اما در مورد جواب تو رامین عزیز، اینکه چرا به این میز نزدم دلیلشو گفتم دیگه. 2 نفری که بعد از من هنوز صحبت نکردن و 1 نفری که اگر بهش تارگت بزنم که دارید میزنید میتونه بگه من پا شدم سردست صحبت کردم، انتخابی هم نداشتم و این گونه گفتم، کما اینکه داره همین جوابو میده. اما الان من به معین میگم معین تارگتات کو، یعنی فقط خانم خدا رحمی که الان توی صحبتم هم هست. خانم خدا رحمی، شما تارگت منید، اما
شما الان گره‌ای شدید که تکلیف آدم‌ها با شما معلوم میشه. یعنی مطمئناً از بین افرادی که دارن به شما روی این موج سوار میشن، همون چیزی که خودتون گفتید، روی این موج سوار میشن، یا به هر حال حتما درشون مافیا هست که از این دارن استفاده میکنن. اما اگر شما مافیا باشید اون وقت قضیه عوض میشه. من ولی هنوز شما رو تارگت دارم، اما باز هم هنوز فکت آنچنانی ندارم که بخوام بگم من گردم میگیرم، بگم من فکر میکنم که این گونه است. حتی نمیدونم الان اگه در واقع واژه‌اش استفاده کنم، اون وقت توی ترن بعد این که شما چه باشید من باید جوابشو بدم. الان استوب میکنم، چیزی نمیگم. اما موین باز پا شدی و تارگت نزدی. یک تارگت داری موین، اونم جواب سرکار خانومو دادی. شما تارگتت که من سه تا تارگت داشتم. من الان از خانوم قفاری میام عقب. من روی نسبت جواب رامینم دادم. من هنوز رامین تارگتمه، هنوز خانوم خدا رحمی تارگتمه، و حتما سر میز شما یک مافیا وجود داره، حتما. متشکرم. چالش دوستان سینیور تفتی نشد دیگه موین جونم، قرار شد شما چالش بگیری، تارگت بعدیه رو اونی که یادت رفته بود سر صحبت اونو معرفی بکن. اونو یادت رفت، چیزی که مجید داره میگه اینه که شما اون دیدی چالشم بی مورد و زود نبود؟ دیدی وقتی میگن بلند میشن توضیح میدن میزنه بیرون. الان من تکلیف حداقل تکلیف خودم معلوم شد. من میتونم با مدل بازی شکیب بازی میشه، با مدل ایستادن روی تارگت های خانم غفاری بازی میشه، با مدل توضیحی که مجید الان داره میده روی تارگت هاش واسطه بازی میشه. یکی از تارگت های من امیر حسین بود، پاشد امیر حسین هم همون توضیحاتی رو داد که بعدش اتفاق افتاد. یعنی حداقل تارگت دیگر هم سید بود که زده بودم. سید پاشد که خانم خدا رحمی حالا بعدی که شما رو دارم مافیا میبینم، چون ایشون هم تارگت من بودن، تارگتشون کرده بودم. ولی توضیح در مورد تارگتی که روز بلایند خورده که اصلا ممکنه چقدر درست باشه یا درست نباشه، این توضیح‌های زیادی شما رو صندلی مشکوک می‌شونه. قربونت برم، این دلیل بر این نیستش که من اون چالش رو می‌گیرم اینو توضیح بدم. چیو میگید کامران جون؟ چیو میگید؟ با رامین راستاد عزیز دلم که احساس و اینکه احساس کرد من الان دارم کره میگیرم از این ماجرا، اون توضیح رو اونجا متوقف کردم، چالش گرفتم تا برسه سر نوبتم. شکی من با تو بازی میشه چون داری منطقی و درست میبینی. چیزی که من میخواستم میگم شما زودتر گفتی، از موین دیده بودم. امیر حسین رو نفهمیدم، بلند شد گفتش که من تارگت زده بودم به مهدی دانایی، ولی خب الان دیگه نمیزنم. چرا؟ چون مهدی دوست داشت باهات بازی بکنه. تارگت رو دیگه ادامه ندادی، یا خانم غفاری رو فقط یه توضیحی دادی یا رد شدی، گفتی خانم همینطوری من دوست داشتم موقع تارگتی به شما بزنم و ردشم برم. برام مشکوک نشستی که تارگتات رو این مدلی توضیح دادی. مهدی دانایی هم میذاره هول شد، فقط همین احساس من اینه. آخرین نفر مهدی. چالش آقا سیه بعد از من ببخشید. ببین من میخواستم چالش بگیرم، بگم دارین آقا معین رو تارگت کش میکنین، ولی سه نفر سعی کردم بنزن رو خانم خدا رحمی. من الان اونا رو خیلی دوست داشتم، تو تیمتون بودم. چه تیم مافیایی دوست داشتنیه برا من. وای وای شما سعیتو کردی، شما اصلا اولویت آقا سید جواد، اولویتت صحبتتو گذاشتی رو خانم خدا رحمی، توضیح دادی تش موقع نشستن گفتی موین جان. یکی دیگه هم هست که دیگه نمیدونم اصلا، من میذارم دونه به دونه ببینیم چی میشه جلو بره، ولی میخوام ببینم که کی به آقا موین رأی میده، کی رأی دو میده، کدوم عقب میکشه. من اون مدلی بازی کنم این دست خیلی بهتره، ولی تارگت بخوام بزنم که نگین نزده، من آقا موین رو میزنم، شما رو میزنم و کاپیتان مافیای ایران میزنم. کاپیتان مافیای ایران آقا مجید گل هم. This is long distance calling. I have a collect phone call from Mr. Michael Corleone. احساسی میرم جلو، فکتمو واسه خودم نگه میدارم تا خلافش ثابت شه. شما یه سعی کردی روی آقای راستاد یه همچین بندازی بازی رو، نمیدونم که چی بین شما و آقا مجید. من یه دونه مافیا امیدوارم که بتونم در بیارم. کامران تفتی. بله آقا کامران، حتی شما این ته سعیتو کردی بندازی
رو آقای راستاد بیشتر برای من مشکوکی. آقا کامران خب ببخشید چالنجرشون آخرین صحبت بعد یادداشت کردم. آقای دانایی عزیز ببینید خانم خدا رحمی 8 تا تارگت داشت در دور اول، ایشون فرمودن که همه تارگت کردن، شما 8 تا تارگت داشت، من نوشتمش و دفعه دوم 3 نفر تارگتش کردن، من به شدت ایشون رو تارگت کردم، این از شجاعت شهری منه ها، ممکنه اشتباه کرده باشم، ممکنه اشتباه کرده باشم، خیلی راحت بگم، اما از شجاعت منه. این یک. ثانیا من گفتم معین همیشه همینجوری حرف میزنه، چرا اینقدر میریزید رو معین؟ همون چیزی که شما گفتی من در مورد معین گفتم ها، یعنی شما گفتی چرا دارید خانم خدا رحمی رو تارگت کش میکنید، 3 نفر تارگتش رو کردن، 4 نفر تارگت کردن، یعنی 8 تا شد 4 تا، خیلی تغییری نکرد. همون کار رو بنده در مورد معین، این حرف خودت بود، یعنی دقیقا حرفی که شما زدی رو من در مورد معین گفتم، گفتم که معین اصلا بازیش همین جوریه، اینجوری نریزید روی معین، یعنی من منظورم این بود. به همین دلیل شما اتفاقا رو موجداری سوار میشی های دانایی، من از یکی از اون تارگت هام عقب میکشم و شما رو به تارگت هام اضافه میکنم. آقای دانایی به نظر من شما ابتدا خیلی بد شروع کردی و انتها خیلی بد تموم، ابتدا خیلی بد شروع کردی و انتها خیلی بد تموم کردی، به همین دلیل شما تارگت جدی من هستید، باز ممکنه اشتباه بکنم، اما شما و خانم خدا رحمی همچنان با کمال احترام تارگت های من هستید، فعلا با مهران کاری ندارم. خیلی متشکرم، تموم شد، یکی یه دور صحبت کردین، رسیدیم به سر صحبت. آقا معین 5 رأی احتیاج داریم برای دفاع کردن، ببینم رأی آقای معین. یک، دو، سه، 4 کافی نیست. خانم خدا رحمی، یک، دو، سه، 4 5 6 ایشون حتما دفاع میکنن. خانم قفاری، آقا رامین راستاد، آقای مهران علیرضا، آقای سید جوال هاشمی، یک، دو، سه کافی نیست. آقا شکیب شجره کافی نیست. آقای امیرحسین رستمی، یک، دو کافی نیست. آقای مجید واشقانی، یک کافی نیست. آقای کامران تفتی، یک کافی نیست. آقای مهدی دانایی، یک. خب تک دفاع سرکار خانم خدا رحمی، بقیه دوستان اکت ندن لطفا. دقیقا اشتباهی که کردم باعث شد که اون موج روی من سوار شه، یعنی میدونم که توی معارفه اگر خیلی تمیز صحبت نکنی یک موج رود ایجاد میشه و دیگه نمیتونم این موج رو بردارم از روی خودم متاسفانه. یعنی خیلی از دوستان دوباره رأی دو تو روز بعد به من دوباره رأی دادن و من تارگت خیلی ها هستم، ولی واقعا من شهرم صادقانه میگم، میتونین کین با من بشینه و بهتون بگه، با اینکه حالا استلامه که این خیلی بی خود داره به نظرم میسوزه، ولی پیشنهادم اینه هر تصمیم بگیرین من هستم، من واقعا شهرتونم، دفاع خیلی محکمی ندارم. ولی آقای هاشمی یه چیزی هم میخواستم به شما بگم، خیلی بازیتون برای من عجیب شد، یعنی بین دوستانی که من دقت کردم بازی شما، با اینکه خیلی های دیگه به من تارگت زدن، بازی شما خیلی برای من عجیب شد، چون شما اول که پاشدین صحبت کردین دست معارفه گفتین که من مشکوکم براتون، ولی بهاره رو گفتین که من نوشتم بهاره، بعد چرخید باز دوباره در ادامه اون موج شما گفتین که بله بله تو برای من هستی، من دوست داشتم که تو شهر باشی، من نفهمیدم چرا شما باید دوست داشته بودین که من شهر باشم. بعد میگین که معین که من تاییدش کردم، گفتم تو اگه حسی فکت تارگت میزنی منم همینطوری هم پس درکت میکنم و به تارگت نمیزنم رو،
میگین اب نداره اون سبک بازیشونه، ولی تارگت جدی منی که ایشونو تایید کردم من تارگت شما میشم. یه ذره این برای من عجیب بود. و آقای شجره شما تو جزو تارگت های اول من بودید، آقای دانایی گفتن که شما حواستون نبود که تارگت ها رو ببینین چون خودتون احتمالا میدونستین که مافیا هستین و براتون مهم نبود که کی داره به کی تارگت میزنه چون خیالتون راحت بود که نیازی شاید بهش نباشه که اصلا بخواین ازش استفاده کنین. شما مافیای منین در صورت، یعنی تارگت منین و دیگه میسپارم به خودتون دیگه، تصمیم نهایی خودتون بگیرین. بازی غلط منو اگر که من خروج پیدا کنم رأی بدین و من برم بیرون و به شهر لطمه بخوره، از همینجا ازتون عذرخواهی میکنم. مرسی. دفاعی خانم مریم خدا رحمی رو شنیدیم. رأی خروج به خانم کی میده؟ رأی خروج به خانم کی میده؟ یک کافی نیست. تو بازی میشینن. بریم برای شب لطفاً. 3 2 1 همه خواب باشن. پایین بالا همه جای ماسک چسبیده باشه. کامل چک کنم ماسکا رو. فقط شرلوک بازی. به من بگه اگر استفاده نمی کند که هیچ، اگر استفاده می کند چه کسی چه نقشی. متوجه شدم شرلوک میخوام. حالا فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. پدرخوانده بازی به من اعلام کنه تکلیف امشب چیست. متوجه شدم تیم مافیا خواب. همه خواب. فقط دکتر بازی بیدار شه. یک نفر رو نجات بده. متوجه شدم دکتر خواب. فقط لئونه بازی بیدار شه. آیا شلیک می کند؟ متوجه شدم لئون به خواب. فقط هم شهری که اینو بازی. آیا از کوپنش امشب استفاده می کند؟ متوجه شدم هم شهری که این. بخواب. کنستانتین هم فقط منو نگاه کنه.
بخواب کنستانتین. 3، 2، 1 روز شما خیلی خیلی خوب. کشته داشتیم و کشته ما از اقلیت جمع هست، یعنی از بانوان. سرکار خانم خدا رحمی رو تشویق کنیم که 2-3 متر با صندلیشون عقب بیان و در سایب زیرپس با بچه ها چشم ببندن. ای خود بیاقبتن لطفا، سپاسگزارم. تو سایه متشکرم. خانم خدا رحمی کشته دیشب ما بودند. آیا استعلام میخواین؟ شما 2 استعلام در طول بازی دارید. چرا کشته شبه؟ مشورت کنید، من احترام به اکثره نمیخوام. بسیار خوب، من قابل عرض دیشب هیچی ندارم دیگه. کشته بود که اعلام کردم براتون. میشه نه بریم برای ادامه صحبت. 1، 2، 3 آقای مهرانشون چالش کسی میخوام؟ نه من یه توضیح سید بدم. نه بابا، خودزنی چیه؟ شیک کردن رو خانم خدا رحمی، سفیده بازی بوده دیگه، اشتباه هم کردن زدنش. به نظرم پلیرهای بهتری میتونستم بزنم. چی شد آقای موین زد؟ کجا رفت؟ بلند میشی دقیقه 90 سید باز سفیدش میکنی، کاری به کارش نداشته باشین. موین جان اینجوری اصلا ندارد بازیه. کامران تفتی چی شد؟ کجا رفت؟ اتفاقا اشتباه مافیا بود زدنش به نظر من. ببین الان معین باید بلند شه 2 تا مافیا به ما معرفی بکنه، چون روز بلاین صحبتی نمیکنه، درست روز اول بلند میشه یه خانم غفاریو داره دیگه صحبتی نمیکنه. الان باید بلند شه 2 تا مافیا واسه ما داشته باشه، نه یه دونه محکم داشته باشه. نداشته باشه من شما رو گردن میگیرم، چون هیچ چیزی وارد بازی نکردی. شکیبم متوجه نشدم چرا مریم خدا رحمی باید توضیح بدی که چرا اینقدر مصمم بودی مریم. نمیدونم الان مریم برات سفید هست یا نه، اینو باید توضیح بدی. ولی من الان در صد بالا دوستان معین رو میدونم، باید صحبت بکنه نتیجه گیری کنه. بفرم. شما چی وارد بازی کردی که من نکردم؟ من هاجی متوجه بازیتون نمیشم واقعا. شما چی وارد کردی که شما یادت نیست که تارگت شما مریم خدا رحمی بوده؟ شما 3 تا تارگت داشتی، قفاری، خدا رحمی، شکیب. شما خودت تارگتت بوده. الان بلند میشی به شکیب میگی که الان باید توضیح بدی که چرا تارگتت بوده. شما چی وارد بازی کردی که الان به من میگی اگه مافیا معرفی نکنی من گردنت میگیرم؟ تو مافیا معرفی کن ما تو رو گردن بگیریم. داداش چی جوری دارید باز؟ من نمیفهمم. با من اینجا داشتم رد میشدم، بذار به خودم بیام ببینم چی به چیه. ما به زور ما رو کردن سر صحبت، قفلی زدین از اول بازی رو سر صحبت ما. با ما یه دکلمه ای اولش گفتیم، 3 تا تارگت حسی زدیم، همین. دوباره روز بعدش هم دوباره سر صحبت بودیم. بذار 4 تا چیز از توش در بیاد، یه چیزی بشه. نمیشه که معین باید یکی رو، اگه کی الان میتونه یکی رو باید معرفی کنه که تو مثلا گردنش بگی؟ یه حرف منطقی بزن پشتش. بقیهش توی ترنتون لطفا بفرم. خب معین باید بالاخره تارگت بزنی، قربونت برم. یه 2 تا تارگت بزن، دور خودت شد حتما تارگت بزن و الا اون وقت حقت میشه. من دلیل خاصم برای اینکه تنها کسی بودم که، البته دانایی هم فکر کنم دستشو بلند کرد، برای اینکه ببینیم تکلیف چیه، اینه که واقعا بعدا اگر نفر بعدی رفت بیرون، یهو 2 نفر بیرونن و کنستانتین ممکنه دچار تشتت فکری بشه، ولی دلیل دیگه ای نداشتم. من همچنان به خاطر جنس من تا حالا با خانم خدا رحمی واقعا بازی نکردم، اولین بار بود که بازی کردم. ولی خب همکار چندی، میخوام سنش رو ببرم بالا، ولی توی فیلم دوئت من با هم همکاری کردیم 20 سال پیش. خیلی سنت
و به همین دلیل میگفتم به همین دلیل میگفتم که من دوست نداشتم که ایشون، چون اولین بازیگر فیلم من بود و بعد از سالها دیده بودمشون. اما همچنان میگم ممکنه اون اتفاق افتاده باشه، حالا شاید هم دارم اشتباه میکنم. آقای دانایی باید خودش رو به من ثابت بکنه، تارگت منه، باید ثابت بکنه خودش رو به من. آقای دانایی باید خودتو ثابت بکنی به من، تارگت تک من نیستی، چون امیر حسین اگر بمونه روی حرفش، چون بدون اینکه فکت بیاری فقط میگی من دوست دارم تو همیشه با تو باشم، چون دفعه دوم دوباره منو تکرار کردی و بعد از من گفتی فرصت نکردم. امیر حسین واقعا اگر دفعه سوم منو تارگت بکنی باید فکت بیاری و الا قطع به یقین شما دومین نفر خواهی بود. همچنان دو نفر به نظر من تو ذهن من آقای دانایی و آقای امیر حسینه رستمی، هنوز شما رو دارم ولی تارگت من نیستی فعلا. ولی دارم بچرخه. من چالشو گرفتم. بفرمایید. خب آقا سید جان، میگه آقای دانایی همسو بوده با من، می‌خواسته استعلام بگیره، حداقل یه 5 دقیقه وایس، من که الان همسو ترین بودم باهات، دیگه خودمو میزنی میشه تناقض. تناقض یعنی که شما مافیایی و من جای شما بودم دیگه یارمو نمیفروختم یا تهدیدش نمیکردم. آقا سید عرضم به خدمتت اینه که من این چالش گرفتم به شما بگم، شما حرف من الان گوش میکنی، دور من میرسه، بعد ما شما توضیح میدم که چرا استعلام گرفت، شما چرا استعلام ایشونو میخواستی، اما من چالش بگیر شما هم توضیح بده، باید توضیح شما رو بشتم این واسه استعلام. ببین ایشون 4 تا رأی آورده، به فکت رأی گیری میشه مافیای بازی. خب و خانم خدا رحمی رأی بیشتری آورده و بالاخره دفاعم کرد، تو شبم زدنش که بزنن تقصیر ماها، که بگن خب شما آگاه بودین که مثلا ایشون سفیده دارین بازی رو شک میکنین یه جای دیگه. ولی ما عرضم به خدمتتون ارو خانوم، شما و دو سه تا دوست دیگه انداختین، ارو معین ورداشین انداختین رو خانم خدا رحمی، من اونجا شد که به شما گفتم. ولی الان سر دستت هم به ایشون توضیح دادی که پاشو تارگتت رو اعلام کن دیگه، بس. پس شما میشی یار ایشون اگه آقا معین مافیا باشه. شکیب شما یعنی کی؟ آسگه. خب من چیزی که بر اساس استنباط خودم دارم میگم، اتفاقا مافیا خانم خدا رحمی عزیز رو شاد کردن که خیلی توجه بیفته روی کسایی که بهش داشتن حمله میکردن، یکی خود من به صورت خیلی قطع و جدی، و به نظرم خیلی بازی از پیش خوانده شده بود برای خود من وقتی که ایشون شاد شد رفت بیرون. بخاطر همونجوری هم که شما گفتید جنس بازی که ایشون داشتن میکردن، که دفعه دوم هم که میخواستیم رأی بدیم من بهشون رأی ندادم چون دفاعیشون رو شنیدم. خودزنی هم نه، من فکر میکردم خودزنی کرده مافیا، که اونجوری که صحبت شد به نظرم نه دیگه رد شد گزینش برام. و ایشون شهر بودن، من دارم میگم وقت جنس بازیشون من داشتم به سمتشون در واقع حمله میکردم و تارگت من بودن. ما اینجا من میخندم، تو جریان بازی هستم میبینید دیگه، اینا هم نوشتم دارم میگم، حرف بچه هم یادم چیزایی میگه امیر حسین که اصلا ربطی هم نداره، کلی اختم میخندم، یعنی اصلا قصد بی احترامی اینا ندارم یه وقتی چیز نشه. ولی روی این اتفاقی که تارگت باید بزنی، خب همچنان خبرجا هستم و باید تارگت بزنیم و توضیح بدیم. بخاطر دوباره این خانم خدا رحمی میشه برای من، چون ذهنم هم میچینه کنار هم دیگه دیگه. ولی آقای هاشمی عزیز، شما دست قبل یعنی ترن قبل یک چالش گرفتی از مهدی، بلند شدی جواب مهدی رو دادی، یعنی قبلش میگفتی چالش، مهدی بلند شد صحبت کرد، بعد به شما گفتش که بعد از من صحبت کن، بعد شما بلند شدی فقط جواب مهدی رو دادی. یعنی من میخوام ببینم تو این چالش شما چی میخواستید بگید اگر که ایشون این صحبت رو در مورد شما نمیکرد. الان یعنی گره بازی دعوای بین آقا مهدی و آقای جواد هاشمیه. آره یعنی این مشکل حل بشه الان سایت مشخص میشه. به نظر منم نه، اصلا و ابدا یک بازی داره اتفاق میفته اینجا و اینا نیست، من دارم میگم این نیست. نمیدونم تارگت به کی بزنم واقعا، اگه از نظر تو مافیام که فبه حل مورد بخاطر اینکه حمله کردم و این اتفاق افتاد و الان دلایلم آوردم که چرا گیجم سر این اتفاق. فکر میکنم دعوا این دوتا که به نظرم دعوا این دو دوست عزیز شما و آقای هاشمی عزیز نیست. من الان در حال حاضر تارگتی ندارم. بفرمایید. آقای رستمی بفرمایید. دوستان من دو تا چیز مشکوک از ترن قبل نوشتم که بگم و الان یه ذره مشکوک‌تر شدم، اما متاسفانه
آقای هاشمی و آقای دانایی الان به هم تارگت میزنن. لطفاً اینو مد نظر بگیرید. من نمیخوام باکسشون کنم ولی به نظر من خیلی مشکوکن. آقای هاشمی دو دسته یه بند دارم میگم شما. چرا به من تارگت بک نمی کنید؟ نمیشه. ببینید شما باید از شما باید برایند من و برای خودتون مشخص کنید. جواب ندید آقا. شما اصلا یه خط هم به من نمیدازید. هی من میگم آقای هاشمی، هی دیسلایک میدم. شما اصلا میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آگاهی. نه، یه زمانی هست که آدم نمیتونه حجم آگاهیش رو کنترل کنه. این یه موضوع. به خاطر تکرایتونم به من، خودم به مریم مشکوک شدم به خاطر جنس بازیش، ولی رأی دوم دیگه به نظر من یه ذره مشکوک بود. و شما آقای دانایی، این جمله آخرم، موضوع مهم در مورد شما، اگر میخواستین تله چیزی بذارین در مورد آقای معین که گفتید من ببینم کی رأی یک و دو میده به معین زندی، چرا اعلامش کردین؟ این باید تو ذهن شما باشه دیگه. وقتی اعلام میکنید کلا قضیه فرق میکنه. یعنی به نظر من اینم یه مورد مشکوک. خب آرستان، من تعمدن چالشم قبل از صحبت‌های خودم دادم به خانم غفاری، چون بررسی که کردم دیدم صدا تارگت‌های من با خانم غفاری یکی بود. در مورد خانم خدارحمی جفتمون به نظرم اشتباه کردیم. البته ما اشتباه نکردیم، خانم خدارحمی حتما یکم ما رو گمراه کرده. اینجور موقع به نظر من شهروندها اشتباه نمی‌کنن. شهروندها منتظرن فکت بگیرن، بر اساس فکت بازی کنن یا یه باگ بگیرن. خانم خدارحمی نتونست ما رو قانع کنه، ولی من رأی دو به خروجش ندادم. یعنی برای من قطعی مافیا نبود، دوست داشتم بمونه بازی به شرخ بازم ببینیم چی میشه. مسئله دیگه که بر ذهن من درگیر کرده اینه که وقتی که شات شب شده رفته بیرون، ما یه نفر رو بیرون داریم که شات شب شده. سید جان استعلام برای چی بگیریم؟ یه دونه استعلاممون برای چی بسوزونیم؟ خب دیگه نه دیگه، وقتی دستتو میبری بالا برای استعلام وای میسی سبر. ما یه شات شب داریم رفته بیرون، درصد این که مافیا بخواد خودزنی کرده باشه تو همون روز اول بازی خیلی پایینه، خیلی احمقانه است روز اول این کارو بخوام بکنن. شما یه دونه استعلام ما رو میگی بسوزونیم، شهری استعلامش هم از دست بده؟ چرا که نه. من هنوزم رو شما با احترام بچرخم. میتونم چالش بگیرم از شما؟ بعد من صحبت دوست داشتم. خب خدمت شما عرض شود که به عنوان نویسنده کتاب گردنگیر، بله اینا، این کتاب معرفی میکنم. کتاب گردنگیر چاپ 40 مجید واشقانی. واقعیه؟ بله بله بله. Undertaking میشه برای انگلیسیه. ببین الان این صفحه گردن، انواع گردنگیری توش توضیح داده شد. من آقای سید جواد هاشمی رو میخوام بنا به فکت 74 صفحه 186 گردن بگیرم که آقا، آقای سید جواد هاشمی سفید بازیه، چی میگید بچه ها؟ آقای سید جواد هاشمی سفید بازیه، چی میگید بچه ها؟ من خانم مریم خدارحمی تارگتم بوده، بهش رأی یک ندادم به هیچ کدوم از تارگتام. سه تا تارگت داشتم، از یکیش دنده عقب گرفتم سرکار خانم. ولی الان که شما آقای سید جواد هاشمی رو تارگت میکنی، برای من میری تو باکس مافیایی. چرا؟ تنها کسی که رأی دو به خروج خانم داد آقای سید جواد هاشمیه. ایشون صد سفید بازی میشه، تا میدون آزادی ایشون سفید میشه. چه مافیاییه که تک دستشو میاره بالا؟ شش نفر بهش رأی یک دادن و ایشون تنها کسی بوده که دستشو آورده بالا. یعنی مافیاییه که اینگونه خودشو شو میکنه. اگر سید جواد هاشمی مافیا باشه من یارشم. یه دک مهدی دانایی درست کرد که من بودم، کامران تفتی بود و معین زندی، مضاف بر این که الان آقای سید جواد هاشمی هم بهش اضافه شد. در این الان تا اینجایی که رسیدیم که گره همه شده سید جواد هاشمی، من سید جواد هاشمی رو گردن میگیرم که سفیده. یعنی بازیم میشه باهاش.
واقعا نفهمیدم تو چرا به من رأی دادی. اینکه بچه شخصی اگه بازی کنیم هر کی از پی او وی خودش نگاه کنه به نتیجه نمیرسیم. من چون تو تارگتمی به من رأی میدی، به من برای من فکت بیار که رفتار مافیایی من چگونه بوده، حتی با درصد کم. من میگم، من حتی در مورد تو گفتم من فکتم سسته، در مورد خانم خدا رحمی هم گفتم. الان ایشون رفته بیرون، شهر بازیه، من مقصرم به خاطر اینکه روی اون موج بودم. الان اگر تو باشی بگی خانم جزء کسایی بودی که روی این موج مجید سوار شدی و الان مافیای بازی، من بعد به تو جواب بدم. اما تو به من رأی میدی بیام تو دفاع. ببخش چالش دادم با آقا سایه. آه چالش داشتم. خب من اینجا یادداشت کرده بودم که مرسی مجید گفت خانم غفاری، خانم غفاری، خانم غفاری آروم باشید، من هنوز سمتتون نیومدم، اما الان شما کاری کردید که یعنی خودتون قلپی انداختید وسط. شما تارگت بعدی من هستید به خاطر اینکه کاملا واضح خواستید من و دانایی رو، که البته ایشون جزء ساید مافیاست و شما باهاش رفیق هستید و همراه و همکار، یعنی آقای دانایی و شما، خواستید این اتفاق شکل بگیره، اما اشتباه کردید. شهامت یه نفره، نه دانایی یه نفر. آقای دانایی معذرت میخوام، دانایی یه نفری نیست که تو 6 تا یود ازشون بنازن دستشو بگیره بالا هم نگه داره. این شهامت شهروندیه. اشتباه کردید و صد البته این اشتباهتون جبران ناپذیره، چون شما میایید متاسفانه تو رای گیری. متاسفانه در مورد خانم خدا رحمی اگر واقعا اشتباه کرده باشم، که امیدوارم اشتباه کرده باشم، چون هنوز یه خورده اجازه بدید ته دلم اون شک وجود داشته باشه، یه خورده عذرخواهی میکنم. اما من الان فکر میکنم تارگت هم شما دوتا هستید. مهران همچنان با دست بیقرار مورد شک منه و البته امیر حسین همچنان سر جاشه. آقای چالش هم مال شما، ولی بعد از من صحبت کن. مجید جان میشینه این فکت؟ بله بابت تک رأیشون سفیدن، ولی یه فکت مافیایی هم داره. همونقدر که شهامت شهروندی سید جان شما دستو میاری بالا، همونقدر عذرخواهی میکنم. بلاحت مافیایی که میخوای استعلام رو بسوزونی برای یه نفر، معلومه که اون شهر بیرونه. خب قربونت برم، حق بدین که پلیر شک بکنه به شما و بیاد سمت شما. اینکه حالا امیرحسین قرارت کره اینو بگیره، من کار ندارم، من اینو کار ندارم، ولی این ورشم بذارین دیگه قربون شکلت برم. الان یهو قد سفید کردن، مهدی دانایی بلند میشه میگه من دوست دارم با امیرحسین بازی میشه، با امیرحسین بازی میکنم، امیرحسین پا میشه، راجب مهدی حرفی نمیزنه. بعدا شما دو نفر با هم دیگه شاخ تو شاخ میشین، خانم غفاری میاد بالا میگه این باکس اشتباهیه، بعد علیرضا مهران و موین زندی میافتن با هم دیگه، اون میگه من مافیا معرفی کنیم، پا میشه میگه تو چیکار کردی واسه من. به نظرت کدوم باکس درست تره؟ مهران و موین قرار ساید در بیاد، امیر حسین و مهدی دانایی، یا مهدی دانایی و شما؟ که منی که الان اینجا واسطدم، قرار مجید پا میشه شما رو سفید میکنه، من قرار ببینم خب توی تارگتام چه اتفاقی افتاد. من تارگت زده بودم به خانم خدا رحمی، رفتن بیرون، اشتباه کردم، رأی دو ندادم. شما شهامت شهروندی داشتی رأی دو دادی، ولی مسلمه که شهروند بوده رفته بیرون. 1% شاید. پس بپذیر میتونم من ذهنم شک بکنه به شما دیگه، که من شک ندارم، به شما هم تارگت نمیزنم. من به شما من حرفم بین امیر حسین و مهدی دانایی، کاری به دعوای شما و مهدی دانایی ندارم، کاری به دعوای علیرضا مهران و معین هم ندارم. بین امیر حسین و مهدی من یه مافیا در میارم. باری کرد قشنگ. من چالش کردم، چالنجرشون بفهمید. آقای مهران چالش. بله یادداشت کردم، بفهم. مهدی جان چقدر بین بین مشخص کردی؟ چرا اینقدر بین مشخص میکنی؟ جرأت داشته باشی یه نفر رو بگو این یه نفر بین این ور، بین اون ور، بین این ور، تو این بین یارات کیا هستن؟ سه جواد هاشمی تو تگ تارگتت باید امیرحسین رستمی باشه. دوباره کارت مافیایی کشیدی؟ امیرحسین داره روز بلاین روز اول تو رو میزنه، بعد سوق میدی این ور، بعد میگی امیرحسین، خانم غفاری، علیرضا مهران هم هنوز بهش مشکوکم. شما نباید اینجا بازی به این مشخص کنی. معین جان زندی، من تو روز فداتشم ناگاهی نوشتم خانم غفاری، خانم شکیب، خانم ببخشید میگم خانم شکیب، خانم غفاری، خانم خدا رحمی و آقای غفاری. نمیدونم
نداریم آقا غفاری. خانم غفاری. آقا خانم الان سه تا آگاهی. بعد روز اول که بچه‌ها شروع می‌کنن صحبت کردن از سرکار خانم خدا رحمی دنده عقب می‌گیرم به خاطر اینکه باهاش بازی کردم احساس کردم شهرونده. یه بازی بین شما و خانم غفاری این وسط شکل گرفت که گفتم یه گوشه لپی گرفت دیگه ادامه نداد بازی رو. کامران تفتی چالش گرفت، جمع میبندم. من الان اگر بخوام مافیا مشخص شده بهتون بگم، آقای معین زندی اصلا جای دیگری نرید، جای دیگری نرید، پای سرش کامران تفتی. بفرمایید آقای دانی. من چالش دادم آقای شکیب. بعد از شما صحبت. خب پس شما معتقدی هر سایدی من مافیام دیگه؟ شما باید خودت منو گردن بگیری. شما چرا دنبال گردن گیرای دیگه ای؟ یا علی پا میشه منو گردن میگیری، من میرم بیرون استعلام میگیری، استعلام دو نفر در میاد، خودت هر طرفی میری من وسطشم دیگه. شما پاشو منو گردن میگیری، 10 تام رای بیارم برم بیرون، من خیالم راحته. ببینید آقا سید و شما من بهت گفتم همسو هم با، چرا تا حالا نداشتیم که مثلا مافیاها شلوکو بزنن، مثلا لئون هم پاشه یکی اشتباه بزنه خودش بره بیرون، اینجوری داشتیم یا نه؟ پا استلام من شما یک از هزار بعدم نبوده واسه خودمون، 1% داره دیگه. شما قبول کن امکان نداره من مافیای بازی باشم، چون هر طرفی میچرخه همه میگفتین آقا معین آقا معین آقا معین، دیگه صحبتی از آقا معین نمیاد، دو نفر پا میشن همدیگر رو سفید میکنن، شما هر طرفی میزنی به من و من واسه شهر باید بشم سفید، چون تو هر سایدی من جا دارم. تو قلبه زد. چالنجرشون منم، چالش گیرشون، ببخشید فارسی جان. سلام، خدا حافظ. عزیزم چی کار میکنی؟ جریان بازی رو داری میبینی؟ بعد همه اتفاقا داره منطقی کنار هم دیگه با صحبت ها و قواعد اتفاق میفته و بعد شما داری تارگت ها رو، شما دقیقا اتفاقا کسی هستی که هی داری تارگت ها رو میچرخونی و داری میندازی روی کامران تفتی عزیز و بعد هی یعنی همچنان رو تارگت های خودت هستی، یعنی شما تک تارگتی دیگه، یعنی اصلا جریان بازی نمیبینی دیگه. نه، بین شما و آقای هاشمی عزیز جفتتون در یک سایت نیستید اصلا، به طور قطع برای من الان کامل اثبات شده و من نسبت به شما می ترسیدم دست عقب تارگت، یعنی نوبت خودم تارگت بزنم به خاطر اشتباهی که کردم که دلیلش هم گفتم، ولی الان شما در حال حاضر. نه، معین عزیز و ایشون می‌خواست گردن بگیر آقای علیرضا مهران دیگه، مگه شما نگفتی آقای مهران عزیز؟ شما گفتی که اگر آقای زد عزیز بلند نشه و تارگت نظره گردنش میگیره، درسته؟ خیلی خب، شما و آقای مهدی دانایی عزیز برای من جفتی مافیا هستید، قربانش. تو خیرش باد. آمایی چالش اون بر هست چکر. یاد تو نشدیدی من چی گفتم؟ یاد شکیب خیلی داره میگوش میده که من چی میگم. مخرج مشترک همه دعواها رو من نذاشتم شما رو مافیا، گفتم آقا برای من تهش علیرضا جون که میگی تهش، گفتم بین امیر حسین و مهدی دانایی برای من مافیا در میاد، گفتم دعوای شما دوتا دعوای اصلی تری بود تا دعوای سید جواد هاشمی و مهدی دانایی. بعد خودت خودجوش بگیر داری پا میشی میگی خب پس من اینجوری هم شما منو گردن بگیر که این اتفاقی بیفته که شکیب اونا رو گفت تموم شد و رفت. من فقط حرفم و ترسم از یه چیزیه که توی این بازی چرا رامین راستاد اصلا دخیل نشد، هیچ طرفی نیومد، نه دیالوگی گفت نه چالش. من داداشم ذهنمه دیگه، میتونم بپرسم دیگه، الان رسید داره تموم میشه، تایی دست چالش گرفتم. فقط اینو ازت بپرسم که وسط همه این دعوا که من دارم بین معلوم میکنم، علیرضا مهران هم میگه تو بین معلوم نکن. چقدر بین بین مشخص کردی؟ مافیای قطع بده، معین زندی مافیاست، بعدش کامران تفتی مافیاست، حداقل یه شرکتی بکن، چهار تا تارگت بهم بزن، یه ذره حالم خوب بشه. آقا معین بفرم. خب حاجی جان، جان حاجی، فکت رأی‌گیری که گفتی به فکت رأی‌گیری معین مافیا میشه برای زمانیه که دو نفر توی رأی‌گیری ان، من رأی کمتری میارم، نه رأیی که همه گرفتن اون سه تا آورده اون دو تا این یکی، اون فکت رأی‌گیری نیست. این یه موضوع.
آقای رستمی، شمایی که قفلی زدی، حالا من نمیدونم رو چه حسابی داداش با من حال نمی کنی، خصومت شخصی داری. من واقعا آخه میدونی حرکت فولی نزدم، همه تمرکزمو گذاشتم که میدونی یه چیزی هم بگم که یه موقع نگن یه چیزی هم نگفت. من نمیدونم تو چرا اصلا از روز اول میخوای بیا یه مش رو صورت من بزن، ولی داداش یه چیزی بگو که آخه من بگم آقا اوکی من مثلا گاف دادم منو گرفتن. داداش من کارتمو دیدم، این خانم گفتم روز اول، الان شما یه سریتون به مافیاییش رسیدید. روز اول گفتم آقا من شهروندم، شمایی که روز اول بلند شدی از مقدمه من داری چنگ میزنی بهش، پس برای من مشکوک میشی. یه نفر رو مشکوک اعلام کردم، چرا باید بیشتر از اون مشکوک اعلام کنم وقتی داداش چیز بیشتری ندارم؟ الان شما ترن قبل، ترن خودت بلند شدی گفتی تو این لحظه تارگتی ندارم. داداش آدم میتونه تو لحظه تارگت نداشته باشه، تو نمیتونی محکومش کنی. میدونی چی بهت میگم؟ و کامران تفتی بلند میشه به این چیزایی که من به دستم میاد و میگم، ولی نمیتونم بلند شم الکی حرف پوچ بزنم برای اینکه بگم من یه حرفی زدم. بچه‌ها منم حرف زدم، باید یه چیزی بگم که فهمیده باشمش. میدونی کامران تفتی الان بلند میشه میگه یا بین شما دوتا، یا بین، یعنی یه آدمی که خودش کشیده کامل کنار، فقط میگه آقا یا بین اینا در بیاد، یا بین اینا در بیاد، یا بین اینا در بیاد، یا بین اونا در بیاد، و من هیچ جای این بازی نیستم. میدونی چی بهت میگم؟ اینم برای من مشکوکه. من چیزی که میبینم و داداش میگم، من چیزی که میفهمم و میگم، ولی چالش. خب آقای واشقانی، شما سفید اعلام کردین، درسته؟ صد سفید، من کاری ندارم. شما تارگتتون کیه؟ یعنی از اینجا الان ترنم تموم شد، ولی من که با شما افتخار بازی کردن نداشتم، ولی بعیده که این همه صحبت رو شنیده باشین و فقط طبق کتاب گردنگیری یه سفید اعلام کنید. حتی اگر تارگتتونم منم، من انتظار داشتم که شما صد بگید مثلا منو گردن میگیرید، یا نه چالش بگیرید دو سه تا تارگت دیگه بزنید. نمیدونم، من به نظرم مشکوکم و همچنان رو آقای دانایی هستم. باز هم به نظر من فکتایی که ما میبینیم به عنوان یه مافیا، من خودم اولین نفر به مریم شک کردم، جرأتشو دارم. ایشون دارن میگن که ایشون فکت جرأت شهری دارن که رأی میدن، منم جرأت اینو داشتم که فکت مافیایی خانم مریم رو ببینم و بگم، ولو اینکه اشتباه باشه. یعنی اگر من نبینم شما باید به من تارگت بزنید، نه وقتی که دیدم. یعنی اصلا نمیشه، اینا با هم نمیخونه. و آقای زندی، شما همچنان روی منید. خب یه فکت اضافه تر بیارین. نیستین الان روی من یا هستین؟ خب من باید تکلیفم مشخص شه. دوستانی که به من تارگت میزنن مستقیم بزنن. الان شما میگی برای من میخواین رأی جمع کنی؟ شما گفتید این دست تو بازی نیستی برای رأی جمع میکنم. من نمیدونم چرا هی این چایی هی منو میارید بالا میارید پایین. داستان چیه؟ به نظر من قطعاً بین آقای واشقانی، آقای دانایی و این طرف هم نه، اتفاقا به خاطر آگاهی ایشون به نظر من شما میتونید نباشین. بین این دو عزیز هستم. درست میگه آقای تفتی، شما هیچ کسی روتون تارگت نداشت. یعنی یه نفر ممکنه که اون مافیا مهمم باشی. چالش چرا الان من باید مافیا مهمه باشم؟ چون یه نفر رو من تارگت داره؟ آقا واشقانی، شما که تو رأی‌گیری نیومدی برادر من، من زنگ خونتون رو زدم در رفتم، یه نفرم بودم، هیچ کسی هم غیر از من دستشو برای شما بالا نمی آورد. چرا دست هم آوردم بالا؟ یه درصد گذاشتم برای خودم که خب من حرف زدم، مجید شنید حرفامونو، ولی باز گفتش که فقط از خانوم عقب میگیرم. باز همچنان منو مشکوک که قضیه داشتی و کامران تو به شدت از اون کره گرفتی. آقا اون نظر خودشو داره،
فوری چسبیدی پشت مجید که اینم نظرش عوض نشد، تارگت های خودشو داشت. آقا ممکنه یک بازی یه ترم بچرخه، من دیتا جدید نگیرم، رو همون تارگت های قبلیم بمونم، ممکنه هم از این سری دیتا بگیرم بگم که خب آقا اونا رو دارم، رو این دو نفرم یکم متمرکز میشم. شما یه نفر به من تارگت زد، چرا من باید اصلا چالش بگیرم راجبه یه نفر که به من تارگت زده حرف بزنم؟ اگه 6 نفر به من تارگت میزدن میگفتم آقا پاشو یه کاری بکن دیگه، پاشو داری میری بالا، ولی شما به من تارگت زدی من پاشم چالش بگیرم وسطش که اینو بگم نیست. من کماکان تارگت اولم که سرکار خانم بود که من اشتباه کردم، من دومین نفری بودم که به اون موضوع فکر کردم، اشتباه کردم کاملا. امیرحسین بوده همچنان دارمش، مهدی دانایی هم بوده همچنان دارمش. کامران نمیدونم، یه وقته شهر میبینم ولی یه وقته احساس میکنم داری میری پشت مجید قایم میشی یا از حرفا کره میگیری، یا اون که میگی ما ستا رو کجا میبردی رو الان خودت میگی بین اینو 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 این من هیچ کارم، بین اینا فقط پیدا کن. مرسی، متشکرم. رسیدیم به سر صحبت. آقای علیرضا مهران بودن. 10 نفرین، 5 رأی احتیاج داریم. علی مهران، کافی نیست. آقا سید جواد هاشمی، کافی نیست. آقا شکیب، آقای امیرحسین، 1 2 3 کافی نیست. آقای واشقانی، آقای سینیور تفتی، کافی نیست. آقای مهدی دانایی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. مهدی حتما دفاع میکنه. آقای سینیور زد، 1 2 کافی نیست. خانم قفاری، آقای رامین راستاد، تک دفاع آقا مهدی دانایی، بقیه لطفا سکوت مطلق. خب خدا به شکر من الان اصلا کجای بازی بودم که همگی به من رأی دادین؟ پس واسه خودم خوب بازی کردم الحمدلله، اینجای کار دوست دارم. و آقا موین، دو تا رأی میاری مگه میشه مافیا نباشی؟ خانم 8 تایی ما رو کردی توی باکس، من اصلا میخوام بگم شهری دوباره نمیشه. فکتی بخوای بازی کنی شما میشه مافیا، ولی من میگردم روز اول کیه رو آقا موین برداشت واسه من میشه آقا سید. شما باید موقعی که ایشون میاد تو کنستانتین خانم رو برگردونه، بعد ببینین که سفید کردن ها درست بوده یا نه. اصلاً اینجای بازی ببین، من که انقدر اشتراک فیلم نت خریدم شما رو ببینم، میرم عقبتر میشنم میبینم اتون، خوشحالم، خودم میفتم جلو میرم و بازی بیرون، مشکلی نداره، قشنگتر بدون استرس میبینم اتون. ولی اصلاً اینجای بازی کسی که رأی میاره 4 تا میشه، بعد دفعه دومی 2 تا میشه. با فکت بخوایم بازی کنیم، من نباید بیام تو رأی گیری ها. برادر آقا شکیب، شما به من میگی چرا امیرحسین میگی سفید، اونم به تو میگه سفید. الان ایشون گفت شما سفیدی، ایشون هم گفتی خودت ایشون رو سفید کردی، الان خوب بود؟ دوست داشتی؟ فقط ما یه سفید گفتیم من مشکوکم باید رأی بدی؟ نمیدونم واقعا، من نباید برم بیرونا، اگه شهر میخواد ببره من کمکتونم ها. واقعا دارم میگم حداقل منو ول کنین، ولی یه کارتی که دارم باید بمونه تو بازی ها. دارم ازتون خواهش میکنم، هم از طرف خودم هم از طرف کارتم، بذارین کارته بازی کنه، حالا باز هر جوری که صلاح میدین. خیلی دفاعیه آقای دانایی رو شنیدیم، رأی خروج برای آقای دانایی ببینم. اوه عجب دفاع، اشتراک فیلمت کار کرد. تو بازی میمونن، میریم برای شب. 3 2 1 همه خواب لطفا. یک شب حساس و جذاب دیگر رو میخوام براتون اجرا بکنم.
همه ماسکو چسبیده، پایین بالا پایین بالا. بچه‌ها 50 بار نگم چیزی رو، پایین بالا چسبیده. متشکرم. من به ماسک همه دست میزنم. همه چسبیده. فقط و فقط شعر لوک بازی به من بگه آیا حرکت میزند یا خیر. اگر خیر که هیچ، اگر آری چه کسی چه نقشی. Steal your mind, Holmes. متوجه شدم شعر رو همه خواب باشن، فقط تیم مافیا از خواب بیدار شن. تکلیف امشب چیست؟ متوجه شدم تیم مافیا خواب. دکتر بازی بیدار شه، یک نفر رو نجات بده. متوجه شدم دکتر خواب. فقط لئون آیا شلیک میکند؟ متوجه شدم لئون خواب. فقط همشهری کین بازی. شدم خواب. فقط کنستانتین بازی آیا احضار روح می کند؟ متوجه شدم خواب. سه دو یک. روز شما بخیر. در شبی که گذشت زایمانی اتفاق افتاد به دستور کنستانتین بازی. خانم مریم خدارحمی به بازی بر میگردن. خوش آمدید خانم. خوش آمدید. این تا اینجای قصه یک نفر آمد و یک نفری که باید برود کیست؟ شاید براتون جالب باشه که کشته نداشتیم. ماشاءالله. دیشب فقط تولد داشتیم و و با
طبق تحقیقات مفصل همشهری کین تا اینجاشو داشته باشین، بقیهشو 10 ثانیه دیگه میگم. تا اینجاشو داشته باشین. آنتونلا کافه. وای چقدر نامردی. پرپارا اون کافه اسپچاله. سینیوره. عجب کافه. عجب کافه. پرپارا اون کافه اسپچاله. گفتم قهوه اسپیشیال براتون. سپاسگزارم. به به. خیلی خوب. بیایم برگردیم تو بازی. من گفتم قهوه رو براتون سفارش بدم تو این فاصله که یه تعلیقی بذاریم که ببینیم همشریکین ما چیکار کرده. سینی ندارم ولی یه مافیا رو تو سینی میخوام تقدیمتون بکنم. بدون سینی از من بپذیرید. قول میدم از بازی بعد سینی هم بیارم. نگاه کردم دیدم آنتونلا هم سینی داره. نداشت. اداره سینی داره. داره. قهوه رو بذاره سینی شده آقارم. حالا سینی رو بده چی میشه؟ سینیونو ورتیکالو. خیلی. بروزا آره همون. الان میانم بهت میدم. دو دقیقه سب کند. خب پس. خیلی شبیه خاصی خودتون. خیلی خوب. باری کرد. طبق تحقیقات مفصل همشریکین بازی جناب آقای کامران تقدیم باری کرد. خشاش خلیانه اونی که دنبالشی اسمش سمد باری کرد مافیا بازی هستند و به این بازی جذاب کماکان ادامه میدن. پس اتفاقات شب رو مرور کنیم. یک تولد داشتیم و یک تحقیق همشریکین که آقای تفتی بودن که خدمتون عرض کردم. یک و دو و سه آقا امیر حسینشون. خیلی خوب دوستان، من اول تشکر میکنم از همشریکین که چه حالی داد. دمش گرم بابت تولدم. از کنستانتین تشکر میکنم که برگردون. من اینجا نوشتم قبل از اینکه تحقیقات همشریکین بیاد، نوشتم که کامران جان کی شما رو فقانی کرده که بین سایت ها داری داوری میکنی، سایت تعیین میکنی، خود وسطی سود میزنی. همشریکین کارشو کرد، دمش هم گرم. خب در مورد رامین جانم نوشتم، یه گوشه نشسته کاری ندارم، کاری باید ندارم. الان یه چیز جذابتر میخوام بگم. من یه علامت سوال گذاشتم جلو یه اسم، تکلیفم باش معلوم نیست. مجید جان کی؟ گردن کی؟ راجب گردنگیری صحبت کردی، کتاب گردنگیری رو آوردی، ولی من هنوز نمیدونم گردن کی رو میخوای بگیری. یعنی چند بار پاشدی صحبت کردی، تنها چیزی که من ازت گرفتم سید و سفید کردی، ولی گردن کسی رو نگرفتی. گردن کی؟ من بگم شما رو من گردن میگیرم، میخوام به اندازه کارتم بازی کنم. به چرخه. چالش کسی میخوام. خب چرا نگرفتی؟ گردنگیر کتاب میمیسن. نه چرا نگرفتی؟ من گردن شما. رای بدید من میرم بیرون. من گردن شما. گردنگیری اینجوری میشه. اینی که مجید تارگت ندارد که اصلا مگه میشه؟ مگه اینکه شما نشنیده باشی من چی میگم. من تارگتم سرکار خانوم بوده، ازش دنده عقب گرفتم. اصلا کی شهامت این رو داره؟ هیچ مافیایی شهامت این رو نداره که سرکار خانوم غفاری رو ازش دنده عقب گرفتم دوباره بهش گفتم مافیا. شما نشنیدی؟ به خاطر اینکه مافیا گوش نمیکنه. من الان خودم هستم برای اینکه با شما سایت ببندم. یعنی من گردن شما، من میرم بیرون، هر چی منو خوند شما سایت رو بروه من. حله؟ رای بدید پس من برم بیرون. من گردن امیر حسین رستمی. الان امیر حسین رستمی هم تارگت شماره دو. آقای تفتی چالش؟ آقای تفتی بیشک برای شما آسید. مجید چرا ناراحت میشی؟ از تو بعیده، تو پلیر خوبی هستی. به نظر من حرف امیر حسین درسته، تو تارگتی نداری، تارگت نداشتی. این که از خانم غفاری عقب نیست، من خانم غفاری از شما عذرخواهی میکنم. شما شهری دفاعت خیلی هم خوب بود، خیلی خوب بود.
دم شما گرم. و به همین دلیل مجید تو تارگت من شدی متاسفانه. چقدر دوست داشتم باهات بازی کنم، ولی الان به نظر من تو تارگت اول شهر شدی. امیرحسین درست میگه، دو دسته که منم دارم هی فکر میکنم. اولا منو محکم سفید کردی تا میدان آزادی، واقعا خیلی متشکرم ازت، ولی به نظرم نه این سفید کردنه اونچنان از تو این بخش قصه درسته، نه اینکه هیچ تارگتی نداره. همین الان هم بلند شدی تارگت نزدی. اینکه اون آدم تو رو بلند میشه میگه که من اینجوری، ولی تو رو گردن میگیره میگی دوتا سایت، من اجازه دارم امیرحسین، میخوام شما دوتا با هم، آفرین، میخوام شما دوتا با هم اگر شهر موافقه، شما دوتا با هم یه دوئل خوشگل داشته باشید. من امیرحسین رو سفید میبینم و متاسفانه تو الان سیاه شدی و چقدر حیف، و چقدر حیف. بفرمایید آقای تفتی. سایدم میبرتتون مثل بنز. این آب خوردن، این آب خوردن. شک نکنید توی موضوع، شک نکنید توی موضوع. این جمله رو میگم بعدش میشینم. این بنز توی این بازی مافیا برنده میشه. شک نکنید، شک نکنید. He gives his permission and you have my blessing. من یه چالش به من بفرمایید. بخاطر چالش گرفتم به خاطر اینکه کهنه نشه. من میگم سرکار خانوم تارگت منه، تو میگی پا شدی و تارگت نداری. من اگه سفید نکرده بودمت سید اصلا الان اینجا نبودی، که خونتون بودی. نه خونتون بودی، تا اینجا داشت میرسید همه داشتن میگفتن سید سید سید، من باشدم گفتم یه تنه. اگر کسی دستش رو آورده بالا برای من، تا گفتم حتی اگر سید مافیای بازیه من یارشم. چی داری میگی سید؟ اگر الان شما امیرحسین اضافه شدی بابت اینکه منو گردن بگیرید، هر دو منو گردن بگیرید، من میرم بیرون، ببینیم تشکی میشه. رأی چرا به امیرحسین بدید؟ من با امیرحسین دوئل نمی کنم. تک رأی من بیام بالا، با بالای پنج رأی که بیام تو دفاعیه، و تک رأی من برم بیرون. اگر من با امیرحسین بیام بالا یک نفر پشیمون بشه، یه رأی بیاره، یکی اما دوتا به هر حال میره بیرون، ولی من میخوام من برم بیرون. من گردن آقای سید جواد هاشمی و آقای امیرحسین رستمی، من تک رأی، تک رأی مجید واشقانی میاد بالا. اینجوری گردن میگیرن آقا، اینجوری گردن میگیرن آقا. چاپ 40 مجید واشقانی. دارم میگم جفتتون منو گردن بگیرید، تقسیمش گردن. خب بفهمی. ببینین الان دوست ندارن که آقای کامران تفتی بره بیرون از بازی. اجماع رو به هم نریز آقا سید. آقای رستمی، سلطان که من شاگردشم، شما باید اجماع کنیم ایشون بره بیرون. دوست ندارن از دوستانی که صحبت شد الان قبل از من، دوست ندارن آقای کامران تفتی بره بیرون. اجماع امشب ما فقط آقای کامران تفتی باید باشه. من نمیدونم چی باید بگم. آقا معین گلم، من فکر میکنم مافیاست، ولی نمیدونم چرا کمک نمیکنین. خودم هم اصلا این دست بهش رأی نمیدم. اگه رأی بدیم، من اومدم بالا واسهتون دفاع کردم، شهری کمک شهر کنم دیگه. کسایی که شهرین کمک کنین، کمک کن. اگه شهری کمک کن خانم، خدا رحمی صد شهر منی، ولی شما آقا کمک نمیکنی. آقای راستاد، من جنگیدن تو برای شهر دیدم بابا، من بازی از شما یاد گرفتم. ایشون باید بره بیرون. دو نفر صحبت میکنن، یه دونه شما صحبت میکنی، یه چالش، یعنی چهار نفر درباره موضوعی حرف میزنن که دو نفر دیگه برن بیرون غیر ایشون. الان بعد آقای کامران تفتی با ارادت و با احترام اجماع کنیم از بازی بره بیرون. اگه دوست داریم ببریم. ما اینجوری به چرخه. بفهم دانایی، من سوراخ کردم پهلوی کامرانو. من از اول دارم با کامران میجنگم، بعد تو الان به من میگی هیچ کاری نمیکنی. امیرحسین یه لحظه ای گاد گفت طبق ریختی، یه لحظه من همون موقع تو رو دیدم ریختی. ببین الان من نمیخوام، الان من که یه تکرایی هم زنگ در خونه مجید زدم در رفتم. نه آخه گردن نمیگیری که الان اینجوری. نه تو منه بهش اون موقع اونجا گفت چرا گردن نگرفتی، نگفتی گردن میگیرم. الان گردن میگیری مجیدو؟
حل حل آقا معین بفهم. حاجی جان چشم بسته غیب میگی شما؟ ایشونه که صد شهر میخونه که دیگه الان برای کی صد شهر نیست. توضیح دادن نداشت که یک، دو اینکه کسی بود که تارگتت بود. موضوع دوم، موضوع بعدی تارگتت بود عشقم، تارگتت بود. موضوع بعدی، یه چیزی که توی این مافیا هست و من این کارو نمی کنم اینه که گفتم یه حرف و یکی میزنه نفر بعدی بلند میشه از زبون خودش دوباره اونو تکرار میکنه. اولین نفری که گفت شما کامران تفتی وایستاده عقب و داره دو به دو میچینه دو به دو میچینه و خودش بیرونه شما بودی؟ پس مدالش برای شما. من یادم نمیاد شما گفته باشی. کامران تفتی رو گفت، من بودم، درسته؟ درسته؟ و فکتی که راجع به من گفتی که تو رای گیری گفتی این خودش فکت مافیاییه، فکتو به این میگن که با 6 رای بیای بالا با 0 رای بشینی. این فکت مافیاست، این فکت مافیا بودنه، نه اینکه من اصلا تو دفاع نیومدم با اون خانم، اون رای تنها رای آورده. بعد میگی من کمتر رای آوردم، من تو دفاع اومده بودم که رای بیارم. شما با 6 رای میای توی دفاع و با 0 رای میشینی. اوکی؟ ایشون که هیچی، اونو کاری ندارم. الان که دستتو گذاشتی رو شونه من میگی معین و من نمیدونم چرا، دارم جواب اونو بهت میدم. فکت مافیایی به این میگن 6 رای 0. به چرخه. سلام دوباره و مجدد به همه دوستان عزیزم. خیلی متشکرم از کنستانتین که منو برگردون. خیلی خوشحالم که باز برگشتم. امیدوارم از اینجای بازی به درد شهرمون بخورم. توی صحبت‌هایی که شد و حالا که متوجه شدیم آقای تفتی مافیای ما هستن، الان اینجای بازی من از آقای واشتقانی خواهش می‌کنم که چون خیلی بازیکن خوبی هستید، دوست داشتم که شهر رو به ما معرفی کنید. شما همیشه وقتی که شهر بازی می‌کنی یه برآوردی از شهر دارین و حالا به جز آقای سید جواد هاشمی که گردن گرفتین و گفتین که صد شهر شما هستن، کس دیگه ای رو به ما معرفی نکردین و تارگت سفت و محکمی هم از شما ندیدم. خیلی خوشحال میشم که بهمون کمک کنید تا من یه شک ذهنی از شما برداشته بشه. و ممنون آقای هاشمی. ببخشید من شما بابت کاری که ما سالها پیش با هم کردیم گفتین که دوست داشتین من بمونم ولی من فراموش کرده بودم. معذرت میخوام ازتون. مرسی. چالش؟ خب دوستان دست پیش فکر میکنم متوجه شدید دیگه. اولین نفری که به آقای واشقانی گفت چرا تارگت مشخص نداری ولی شهر صد و گردنگیر داری، من بودم، رأیم بهشون دادم. الان که فقط رأی میدیم آقای تفتی با احترام تشریف میبرم بیرون، بحثی نیست. ولی آقای واشقانی اصلا از من نخواهید که قبول کنم این بازی شهری شماست به هیچ عنوان. شما اگر از من فقط یه دونه یا دو تا فکت مافیایی قوی گرفته بودین، من الان اصلا اینجا که هیچی قطعا تو این لوکیشن نبودم، رفته بودم. شما بلند میشی میگی که من از خانوم دندقب گرفتم دوباره رفتم. خب اولا که فکتو نگفتید، یک. دوم هم که خب گردن بگیرید منو اگر که اینجای بازی دست سوم. و این که دیگه آدم بگه که منو بدید بیرون حالا فلان، اینا به نظر من یه مخصوصا پلیر مثل شما، مخصوصا که کنستانتین نداریم، اگر شما شهری باشین که به درد شهر میخوریم باید بجنگید برای این شهر و بجنگید که در بازی بمانید. اگر که مهم هستی، چون ما کنستانتین نداریم پس دلتون برای شهر قطعا نمیسوزه. اگر من در بازی نبودم 1%، چون فکر میکنم شاید مسیر رو دارم درست میرم، ایشالله آقای راستاد هم قطعا برای من مافیا هستن به فکت اینکه بسیار دیسلایک میدن به اینکه ما رای بدیم به آقای واشقانی. به چرخه. چالش بابا چرا به اون الان کس دیگه چالش نمیخواد؟ خب سید چرا الان مغزتون ریخته به هم، نمیدونین باید چی کار کنیم.
به همین دلیل من میگم حالا آقای مهران صحبت میکنه از در نجاتتون میده تا یه بخشایی، ولی فقط خواستم که چون داشت میرسید به آخر دست تأکید کنم که این بازی رو مافیا میبره. بفرمید سرکار خانم، بازم که دارین حرف دانایی رو میزنین، آخه کی روی کامران اونجوری صف وایساد که من وایسادم؟ شما به آقای واشقانی رأی دادی؟ چرا دروغ وارد بازی میکن؟ تک رأی من اومدم بالا. بعد خب من اگر مافیا باشم چرا باید از ترن اول با کامران وارد دعوا شم؟ چه شکی وجود داشته بین من و کامران که من بخوام باش وارد دعوا شم، یار فروشی کنم؟ آخه یکم به این فکر کنین. بعدم الان آقای واشقانی میگه من نمیگفتم، من نه دیسلایک نمیدادم که مجید نره بیره. امیر حسین گردن نگرفته بود، الان امیر حسین میگه گردنش میگیرم. آقا دیگه نکس بدیم بعد از کامران دیگه، آقای واشقانی رو بدیم بالا، رأی دوم بدیم قبل از کامران. اما ما نیستم. نه متوجه نمیشم چی میگی. من میگم کامران الان بدیم بیرون، دست بعد نکس بدیم، پس مجید بیاریم بالا دیگه. گردن گرفته یه نفر، ساید معلوم میشه دیگه، خیلی چیزا معلوم میشه با اون بیرون رفتن. چالش کسی میخواد؟ نمیخواد. من بین امیر حسین و مجید مشکوک هستم. با سید کاری نداشته باش خواهشم فعلا. بین امیر حسین و مجید مشکوک هستم، ولی باز با احترام معین زد نفر دوم برای من مافیایی. یعنی اگر من فردا روزی نبودم، امروز که استاد با احترام آقای تفتی میرم بیرون، اگر من فردا روزی نبودم حتما معین زد دیگه باید یه مافیا به ما فردا معرفی بکنه. من چالش؟ هیچکس شما میخواه کامران؟ معین واقعا دیگه شورشو در آوردی. معین نمیشه دیگه بهت اعتماد کرد، تو دیگه شهر نیستی واقعا. ببین وقتی بلند میشه هی توضیح میدی، نه تارگت میکنی، نه کسی رو معرفی میکنی. این یک. دو، من چرا استقبال نمیکنی؟ آقا یکی از شما دوتا با احترام واقعا خودتون رو باید اثبات میکنید دیگه. من امیر حسین رو شهرتر میبینم الان با این اوضاعی که دارم میبینم. من از مجید عذرخواهی میکنم، با اینکه شما باعث شدی من توی شهر بمونم، خیلی متشکرم. شاید هم خودم باعث شدم تو شهر بمونم، از کجا میدونی؟ بعدن بعد از که فیلم پخش شد شاید معلوم بشه. اما اون چه که معلومه اینه که الان به اعتقاد من باید کامران رو بندازیم بیرون. یعنی رأی صد به کامران رحم نکنید. این یک. دوم، ما بین معین زد و آقای واشقانی و البته و صد البته امیر حسین، من عذرخواهی میکنم از تو، چون امیر حسین تو خیلی داری اتفاقا استقبال میکنی، به نظر من تو شرطری باز. آخه مجید جان یه خورده حداقل استقبال کن از شرایط یه خورده، چون ما یه همشریکه این از دست میدیم متاسفانه، یه همشریکه این از بین ما میره متاسفانه، و خوبه که همشریکه این. و آقای راستاد اتفاقا میدونی چرا من مهران گذاشتم؟ چون مهران افتاد تو جون اون محکم. از اول این دوتا رو گفت تا آخرم این دوتا رو هست روش. به همین دلیل من پشت دست شما الان میرم اونور. اگه مافیا باشی یه یارفروشی خیلی قهوه دارین به من بدید، یه مافیا فروشی، یه رفیق فروشی قهوه‌ای کردی واقعا، ولی خوشگل دادیش بیرون. یعنی تو باعث شدی اتفاقا ما زوم بکنیم. نه رامین، تو اینقدر نرفتی تو چلنج، نرفتی با کامران، ولی مهران، علیرضا مهران چرا؟ الان من رو دست شما برای بسید. دفعه بعد، نه امروز، مگر اینکه معین زد خودش رو، آره منم خیلی باید خودش رو معرفی کنه. چالش به کی میدی شکیم؟ به معین. به معین بفهمید. آقا من اصلا متوجهتون نمیشم. الان چند تا مافیا بیرون بازیه؟ چند تا مافیا بیرون بازیه؟ بابا کدومتون مافیا معرفی کردید؟ کدومتون مافیا انداختید بیرون که قفلی زدید رو من مافیا بده بیرون؟ داداش مگه من مافیا بده بیرونم؟ حاجی امیر حسین رستمی کامل ساکت نشسته، رامین راستاد بلند میشه یه موقعی از خودش دفاع میکنه، شکی بشه منم دارم مثل شما نمیدونم سیبیل گذاشتم تو چشتونم.
والا آخه من کاری نکردم، منم دارم چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم. مگه شما مافیا بیرون کردید؟ یه دونه مافیا اینم همشهری که این شب گفته. مگه کی کیو انداخته بیرون که الان من طلب مافیا داری؟ آخه من اینو نمیفهمم داداش. منم بلند میشم میگم داداش چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم. میگم داداش اگه فکت رای گیری شما با 6 تا اومدی بالا با 0 نشستی، اگه به صحبت نکردن شما هم اون لحظه چیزی تو ذهنت نبود، اگه نمیدونم به بیرون انداختن و اشتباه کردن شما ایشون چهار نفرتون ایشون اشتباه انداختید بیرون، اینا هم اشتباه های شماست. من حرکت فولی نزدم که قفلی زدید رو من. آخه متشکرم داداش، من شهرم کارتمو میدونم. سینیور زد متشکرم. آخرین نفر صحبت کن آقا شکیب لطفا. خب من آخرین نفر امین حسین رستمی زده در واقع زیر یک نقشی دیگه که گردن گرفته مجید واشقانی رو و آره دیگه تقریبا و ایشون و شما هم آقا جواد گردن میگیرید دیگه مجید واشقانی رو. پس کی گردن؟ شما گردن گرفتید؟ پس یکی دیگه گرفت اینجا، یه امیر حسین، فقط شما بود. حالا اگر که آقای تفتی عزیز رو با رأی بدیم بیرون و کارتی بیاد امروز و شب مافیا اتفاق بیفته، اصلا دیگه مهم نیست، بازی میپیچه، مهم نیست. ایشون که شور شده، خب میخواین اول مجید واشقانی رو رأی بدیم بره بیرون؟ بعد نه، بسیار لئون هم کاری نکنه ایش. پس تک رأی آقای کامران تفتی. من با صحبت های شما در مورد مجید واشقانی که چرا داره تارگت معرفی نمی‌کنه، ایشون معرفی کرده بود خانم غفاری. خانم غفاری هم یه سری فکت های آوردید در مورد آقای واشقانی و رامین راستاد. من باش بازی میشود، میدونید خانم ببرید شید رای میده تک رای به مجید واشقانی که اصلا هیچ کسی رای نداره. اصلا از رامین راستاد بکشیم عقب. آقای علیرضا مهران عزیز بازی میشود، جواد هاشمی عزیز بازی میشود، امیرحسین بازی میشود. اگر هر اتفاقی بیفتد، یعنی واقعا دقیقاً الان دو سایت شده است، هر اتفاقی بعدش بیفته دیگه تکلیف کاملا مشخص میشه. چرا؟ چون داریم میگیم مجید واشقانی مافیاست، ایشون که شور شده و یک سایدی دارن میگن ایشونه و اگر ایشون بره بیرون و خوانده بشه بعد اگر شب اتفاقی نیفته ها، من بازم دارم میگم رفتیم شد نشد لئون اشتباه زد و هر چیز دیگری، اگر یک نفر بره بیرون که ایشون بود که معلوم مافیاست و فرداش ایشون بره بیرون و ما استعلام بگیریم و نشود، بعد دیگه من میفتم به جون شما عزیزان. لئون نزنه. خب متشکرم. بریم برای رای گیری. سر صحبت آقا امیرحسین بودن. ببینم 1-2 کافی نیست آقا مجید واشقانی، 1-2 کافی نیست آقا کامران تفتی. یک دو سه چهار پنج. مهدی دانایی، معین زد، خانم مریم، خانم بهار غفاری کافی نیست، آقا رامین، آقای علی مهران، آقا سید جواد و آقا شکیب. تک دفاع لطفاً آقای کامران تفتی دفاع کنید. خوشحالم که برای بار سوم میتونم حرفمو تکرار بکنم که ساید بسیار بسیار قدرتمندی دارم و خیلی خوشحالم بابت این اتفاق که شما به عنوان شهروندای این شهر برد مافیا رو به چشم میبینید و حیرت زده میشین. خیلی دفاع عجیبی ندارم، امیدوارم که اونجا بتونم خودم دوست دارم ذهن زیبا بکشم. اگه ذهن زیبا بکشم خیلی بازی جذابتری میشه. ولی یه توصیه واسه رفقای سایدم دارم، خیلی زیاد تلاش کردن لازم نداره، این شهر خودش داره میبازه الان. تمام. رأی خروج ببینم برای آقای کامران تفتی. 1-2-3-4 خب کامران جان اینجا لطفا بیست. هر وقت بسه بگو بس. بس کدومش؟ 1-2-3-4-5 دو دو یعنی این بعد Thank you.
افشای هویت. فایده نداره. کیف شده شما. آقای کامران تفتی سال گودمن بازی عالی بودن که بازی رو ترک میکنند. خسته نباشی کامران. سایدتون میبازه. هر جلسی موفق باشی. تای کلبه بعدا خدمتت میرسیم. متشکرم متشکرم. با خروج سال گودمن بازی که آقای کامران تفتی بودند میریم برای یک شب جذاب. وای میکشم منو. امیر حسین شیطونی نکن. امیر حسین ببخش. همه خواب همه خواب. ماسکو چسبیده. فقط شرلوک بازی بیاد بالا. شرلوک بازی بیاد بالا. اگر استفاده نمی کند که هیچ. اگر استفاده می کند متوجه شدم. شرلوک بره پایین. You can't escape death. فقط تیم مافیا از خواب بیدار شد. تکلیف امشب چیست؟ متوجه شدم تیم مافیا خواب. فقط دکتر بازی بیدار شه. یک نفر رو نجات بده. متوجه شدم خواب. فقط لئون بازی بیدار شه. آیا شلیک میکند؟ متوجه شدم لئون خواب و همشریک اینو باشه. وای وای کنم فقط بخوابه. کنستانتین هم که کارش رو انجام داده. پس 3-2-1 روز شما بخیر. بله بسیار شب عجیب غریبی بود که الان عرض میکنم احتیاج دارم که یه قلوب آب بخورم. منم یه قلوب بخورم. برای چیزی که میخوام عرض کنم اتفاق نادری است. اتفاق نادری است که عرض می‌کنم. اول سلاخی دیشب رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما سلاخی داشتیم دیشب. آقای معین زندی سلاخی دیشب ما بودن که به طور کامل لطفاً بازی رو ترک کنیم. معین رو تشویق کنیم که الان خوش انتهای کلبه الان سلاخی شدم. الان هیچی نه هیچی لطفاً به ته کلبه منتقل بشین. آقای زندی بعداً اون پلنگی که شکار کردی رو میدم بیارم براتون. لاشه پلنگو میگم بیارم اونجا خدمت. بفرم کن دیگه دارم بهت میگم من شهرم. اجازه بفرم
اجازه بفرم. آقای معین زندی سلاخی دیشب ما بودن و کشته های شب رو یکی یکی خدمتتون عرض می‌کنم. آقای علیرضا مهران، آقای امیر حسین رستمی و آقای مجید، و آقای مجید واشقانی کشته های شب و آقای سه جواد هاشمی کیک انضباطی بازی، کیک انضباطی بازی. You devised the murder of the heads of the so-called five families in New York. همه لطفاً بازی رو ترک کنید کامل. متشکرم. اون بیرون خدمتتون عرض می‌کنم. بفرمایید. کشته های شب سه عزیز، کیک انضباطی آقای سه جواد هاشمی، همه بازی رو کامل ترک کنن. عرض می‌کنیم خدمتتون. بفرمایید. کیکو باید بگید تا من. بفرمایید. اونجا خدمتتون عرض می‌کنم. بفرمایید. لطفاً بازی رو ترک کنین. کشته های شب، کیک انضباطی و سلاخی رو عرض کردم. براتون شهر رو خلوت کردم. حال کردی؟ عشق کردی؟ خیلی. جون من عشق کردی؟ خیلی. آقا سه جوادم تشریف ببرن لطفاً. چشم. استلام برنده شد. استلام عرض می‌کنم. نه خیر، بازی ادامه داره. بفرمایید. کیک برای چی؟ کیک برای چی آخه؟ از مجید عذرخواهی می‌کنم با اینکه شما باعث شدی من توی شهر بمونم. خیلی متشکرم. شایدم خودم باعث شدم تو شهر بمونم. از کجا می‌دونی؟ بعد از اینکه فیلم پخش شد شاید معلوم بشه. دکتر بازی بیدار شه. یک نفر رو نجات بده. شایدم خودم باعث شدم تو شهر بمونم. بفهمید. آقا سه جوادم ترک کنم بعد عرض می‌کنم خدمتتون. الان خدمتتون عرض میکنم. استلام میخوای؟ بله آقا. چشم. حتما. چشم. چشم. الان عرض میکنم. از بازی شما. یک شرلوک افتاد. یک شرلوک. سه شهروند و دو مافیا بیرون هستند. یک شرلوک. سه شهروند و دو مافیا بیرون هستند. به این بازی جذاب ادامه بدیم. خانم بهار سر صحبت. بفرمایید. چالش. بفرمایید. خب آقای راستاد یه لحظه دقت کنید چون بازی به نظرم حساسه. خیلی حساسه. آقای واشقانی که قطعا مافیا بودن به نظر من، اما مسئله چیه؟ از آقای شکیب من وایب شرلوک گرفتم. چرا؟ چون شما آقای امیر حسین رو گفتی زدی زیر یه نقش، میخواستی ببینی کی لایک و دیسلایک میده که باهاش بیدار بشه. حسمه، نمیدونم که اگر هم باشه که شهری، چون به نظر من معین زندی قطعا شهر بوده، یعنی شما باز تو ساید شهر میشینی. آقای دانایی بله. بسیار برای من مافیا میشینید. میدونید چرا؟ دلیلش چیه؟ اون کارتی که ازش حرف میزدید که گفتید میخوام تو بازی بمونه بذار کارشو بکنه، کو؟ یکی که رفت بیرون. نه دیگه، ببین شما گفتی منو نگه دارید توی این شهر، اگه منو نگه نمیدارید کارتمو بذارید بمونه، بذارید کارتم این کارو بکنه، کو؟ یه فکت بیارین که شما یه کاری برای این شهر کردین. به نظر من خیلی میاد که شما مافیا باشه. 1% اگر شما رفتید بیرون بازی تموم نشد، 1% آقای راست داد. ولی نمیخوام رأی خشمتون رو بخرم و فعلا پشت دست من لطفاً بازی کنید. مریم صدشن اگه دکتر در بازی است فقط مریم حسین. بشخه چالش شما میدین اگه دوست دارید. بله بفرم. بفرمی. خب آقا معین شهر بود؟ خب من خودم دارم میگم شهر بود دیگه. اون وایبی که میذاری شما بودی وایب؟ آره شما داری. اصلا همه ما رو ایشون باکس کرد. ببین من جدی دارم بهتون میگم. من گوش کن، گفتم آقای واشقانی ایشون رو بیارین تو ببینین آقای واشقانی درست ایشون رو سفید کرده یا نه. کامران تفتی رو از اول بازی مگه تغییر چهره چیزی اومده که من مثلا عوض شه بازیم؟ خودم گفتم چون دوتا ساید میگیریش پس شما پاشا اینجا منو گردم بگیر. آقای واشقانی هم گفتم که کاپیتان مافیاست، ولی بذارین دونه دونه. معین رو اشتباه کردم، به خاطر همینم ناراحت شد. فکر می‌کنم ناراحتی اصلیش هم از من بود. من ازش همینجا عذرخواهی می‌کنم. معین زندی، معین شهر بازی بود. کامل معین شهر بازی بود. شما هم ما رو باکس کردی، هم به هممون رأی دادی، هم الان داری می‌زنی زیر یه نقشی که نبودی.
اصلا اینجای بازی ببین نه دیگه همه رفتن، من الان دیگه میخوام کمی راحت تر بازی کنم. خانم شما سفید منی، یک دست با من بازی کنی. خب آقا لانگ آقای دانایی عزیز، اولین تارگت من بودی تو دواتن بلایند، از اونجا من شما رو داشتم. مجید رو نداشتم، کامران رو داشتم، ولی خب اونجا فکر کردم که مجید یکم بلند شد انداخت این بر تارگت های بی خودی و فلان رو، برای اینکه مافیا رو یه جوری ذهنا رو بفرسته سمت ما. بعدش هم پاشد یه نفر رو سفید کرد و همچنان رو ما دو نفر بود که ما هنوز مافیا. به هر حال الان تو این جمع من بیشتر از همه شما رو مافیا میبینم، بیشتر از همه شما رو مافیا میدم. خب اجازه بده شما اگه شهرم باشی بری بیرون اتفاق نمیفته، مافیا نمیبره، نگران نباش. اگه نگران شهری به نفع شهر، بذار بریم بیرون، حداقل تکلیف معلوم شه دیگه. اون موقع دیگه منم اجازه بده این اتفاق بیفته دیگه، اتفاقی برای شهر نمیفته که هنوز فکر کنم جلوی. مرسی. چالش چال میخوای؟ آره چالش کنه بفرمش. خب آقای دانایی، من اول دست به شما تارگت زدم ببینم چیکار میکنی، به من بک میدین؟ بعد رو چه به من بک نمیدین شما الان به من بک میدین دیگه. نه گوش بدی گوش بده، این بازی مافیایی است. شما اگر مافیا نبودی اتفاقا به من شهر صدی که آقای واشقانی تک رای بهش رای دادم، اومدم صد تا فکت مافیایی روش گذاشتم، شما هی لایک میدادی، الان اینجای بازی که نه خریداری شده نه فیس آف شده نباید به من بگی. شما تشریف میبرید با احترام بیرون، اگر هم اشتباه کرده باشیم ما هم به فکت اشتباه کردیم، همین که باز هم شانس داریم. باز دارم تاکید میکنم لطفاً اگر دکتر توی بازی هست فقط مریم رو نجات بده که برای کیاس راحت بشه. بفرمایید. مهدی جان شما هزار میگفتی معین زد مافیاه. اولا کسی که خیلی زیاد معین زد رو مافیا میگه، من خودم دو دست مافیاشون کردم، بعد دنده عقب گرفتم کلا اومدم عقب. علیرضا مهران عزیز بود خب که هزار بار این کارو کرد و بعدش هم شما اصرار شدید داشتی. الان نباید بگی ببخشید، اصلا جایی برای این اتفاق نیست که الان بخوای عذرخواهی بکنی. میگی خانم غفاری زده زیر یک نقشی، شما نقش چیه؟ نه زده الان همه حرفات هم که داری پس میگیری. اصلا ببین از روز اول شما تارگت من بودی. خب چون میدونی چرا؟ چون تمامی فکت های مافیا بودن روی شما مینشیند. خب همه رو هم نوشته بودم من خودم، پر از تناقضی کلهم اجمعین. داری یار میخری به خانومی که صد شهر هستش، میگی که یک دست پشت دست من بازی کن، بعدش داری جلوی کی وای میستی؟ جلوی ماها. بعد آقای راستاد عزیز میگه برو بیرون، اتفاقی نمیفته برای شهر. شما میگی نه من بعد بمونم. کی میگه من بعد بمونم؟ مافیا پس میگه بعد بمونم. یارت مجید واشقانی کتاب گردنگیری رو گرفت بالا و صد جواد هاشمی رو سفید کرد. رو چه فکتی سفید کرد؟ چون آگاه بازی بود، میدونست کی سفیده دیگه، صد سفید کرد. برای ما داشت شهر میشد جواد هاشمی عزیز. من بلند شدم گفتم بین درگیری شما دو دوست عزیز با هم دیگه تو یک سایت نیستید، شونم میره بیرون. شما برای من مافیا، ما رأی میدیم به شما دیگه. و چالش بی جا، کلن چهار نفریم، بعد شما بالا میشی چالش میگیری؟ چرا چه خبر عزیز من، اینقدر هول نباش. میری بیرون و بعدش اگه ما نباختیم من بغلت میکنم، من میرم بیرون. بفهمید. خب ببین کف دستم عرق کرد الان. شما من میگم ایشون بزرگ مافیاست، سال گود من بازیه، شما میخواستی ارو ایشون ورداری. گفتم اینجا چرا میخوای ارو ایشون ورداری؟ یعنی من شما معتقدی؟ یه دقیقه گوش کن، عذرخواهی واسه اینه که بالاخره بازی در بیاد برای شهر دیگه، اشکال نداره. شما به من بگو مافیا، من به شما میگم شهر. من از شما عذرخواهی میکنم، من از شما عذرخواهی میکنم، من از شما اصلا کاری ندارم. من اگر آقای راستاد رفت بیرون مافیای بازی نبود، هر چی که خواستی میتونی به من بگی. یعنی سه تای تفنگاتونو برداری منو بزنی. گوش کن، تغییر چهره شده؟ یه سوال دارم دیگه، خریداری شده؟
بابا ایشون اونجا عروی ایشون می‌خواست ورداره، گفت اینجا یه سایدی تشکیل شده، امیر حسین رستمی و مجید واشقانی. گفتم آقا ور نداره ایشون، میخوای من برم بیرون؟ واقعا داری اشتباه میکنی ها، ببین دستام داره میلرزه. من پاشدم گفتم شما ما رو دو سایدی کردی، شما مافیای بازی. من گفتم کاپیتان عذرخواهی میکنم، من از شما عذرخواهی میکنم، نمیخوام فلان، یه دونه رأی هم ندادم، دارم صادقانه ترین حالتمه، خواهش میکنم. آقا من به شما نگفتم، شما شهر، شما همونجا تفنگ تو برای خودم میام پر میکنم منو بزن، واقعا بکش بیرون منو بزن. آقا شما هر چی میگی، من میرم بیرون از این بازی. ولی من اینجای بازی گفتم ایشون سالگود منه، چرا میخوای نروش برداری؟ یک، دو، سه، چهار نفر چالش گرفتن، سه تان حرف زدن، یه دونم چالش. ارو ایشون میخواستم وردارن نره بیرون، کی بود میخواست ورداره؟ ایشون پاشد با از بین امیر حسین رستمی و آقای واشقانی یکیشون باید بره بیرون. من بودم که چالش گرفتم، حرف زدم، گفتم آقا باید ایشون بره بیرون. حالا یه دونم اشتباه کردم، من معذرت میخوام واسه یه دونه اشتباه. خب فکس روش نمیشست؟ 5 تا رای، 4 تا رای، 5 تا رای، 2 تا رای، هیچی رای. خب فکس روش میشست. مرسی. آخرین نفر خانم مریم. بله شما بفرمایید. ولی من حاضرم منو بدین بیرون. تو منو گردن گرفتی الان دیگه. آقا گردن گرفته داره. من حاضرم به نفع شهر برم بیرون. بعد سلام میگیرین دیگه. ها میتونن استعلام بگیرن گاد؟ دو تا دارید یکیشو گرفتید دیگه. آره. اگه فهم میکنین اون یه استعلام دیگه ارزش اینجای بازی ارزشو داره، بچه ها بخونی من برم بیرون. بفرمایید لطفا خانم خدا. آقای دانایی، شما رو اون موجی که سوار شدین منو اول بازی دادین بیرون. شما مافیایی از نظر من. خب مافیای صد، همون سلطان مافیا که خیلی خوشحال بودین تو تیمش هستین و مطمئن بودین بازی رو میبرید، رفتن بیرون. شما باعث شدین که اون اتفاقات بیفته و بازی کش پیدا کنه. تا همینجا هم شهر برنده است، یعنی حتی اگر که ما اشتباه هم بدیم آقای دانایی بیرون، در هر صورت باز هم فرصت داریم که مافیا بیرون کنیم از بازی. من ترجیح میدم که با تعداد شهر بیشتری بازی رو ببریم. پس رأی من به شخص آقای دانایی. خب رسیدیم به سر صحبت، رأی گیری میکنیم. 5 نفرید، 2 رأی احتیاج. خانم قفاری سر صحبت. آقا رامین راستاد 2 رأی کافیست. آقا شکیب. آقا مهدی دانایی. سه رای کافیست. خانم مریم. 2 نفر اومدن توی دفاع، رامین، مهدی. هر کدوم آماده این زودتر دفاع رو شروع کنیم. بفهمین آقا، بفهم. نه خواهش میکنم. دوئل نمیخوام بکنی؟ نه آقا من نه دوئل که نه آقا اصلا میشه بکنی؟ دوئل بزن من بچه ها تعدادتون کم، میشه دوئل بکنید؟ چی نه دوئل نه بفهم. فقط یه موضوعی الان ذهنمو درگیر میکنه، اگه اون بره بیرون بخونن شهر رفته بیرون چی؟ من مافیاتونم؟ یه ذره فکر کنین اگر مهدی دانایی بره بیرون بخونه اون شهر بوده، ذهنتون سمت ریاکشن هیچی ندین، خواهش میکنم، هیچی ها. ولی ذهنتون باید اون رأیش رو دست داد، ذهنتون باید سمت شکیبم بره، خواهش میکنم. تا زمانی که اینو بشنویم امیدوارم که دانایی رو بخونه، امیدوارم. ولی اگر 1% خوند دانایی شهر بوده رفته بیرون، 100 رو من نباشین، یکم به شکیب فکر کنیم، چون من که میدونم کارتم چیه. من که هم پای کامران وایسادم هم پای مجید وایسادم. یه چیزی الان یه کوچولو شک کردم، این که مهدی هم دانایی هم روی مجید واشقانی گرفت، یه بار یادمه که گرفت روی مجید، ولی شکیب همین کارم نکرد. فقط این یه ذره ذهنم شد. خب تا اینجا حق رأی آقای دانایی فقط پریده. بفرم اصلا از مادر زایده نشده یار مجید واشقانی باشه بفروشتش. از مادر زایده نشده اصلا، امکان نداره.
یعنی شما میگین من یار خانم خدا رحمی من یار مجید واشقانی بودم فروختمش؟ کسی این کارو میکنه؟ خواهش میکنم یه لحظه مرور کنین. اگه میخواییم ببازین که خب ببازین دیگه، من که فرقی نمیکنه واسم. من یه دونه گفتم با آقام، گفتم تارگتم کردم، دو تا مافیای من بعد نبوده بازی من تا اینجا. خواهش میکنم خانم خدا رحمی، من به شما میگم سفید منی یه بار با من بازی کن، من خودم رأیم رو میسوزونم. ببین من نمیگم منو بدیم بیرون، ولی دلم میسوزه برای شهرم، دلم میسوزه برای شهرم. خواهش میکنم یه لحظه، ثانیه دیگه من از بازی رفتم بیرون، اگه مافیا باشم که تموم میشه. اینجا زور میزدم گفتم نه ایشونه ایشونه ایش، آقا سوزوندم دلم میخواد. شما هم شهری واسه من یا نیستی ببرین دیگه، خواهش میکنم. خیلی خب، بغیر از آقای دانایی که حق رأیش پرید، بقیه میتونن رأی بدن برای خروج رامین راستاد. رأی خروج ببینم، برای آقای دانایی ببینم. خب مهدی جان بیا اینجا لطفا، لحظه حساسیه. همونطور که میدونین چهار کارت است، ولی یکیش ذهن زیباست و چون تو استلام عرض کردیم شرلوک بیرونه، پس ذهن زیبا کارایی ندارد. ذهن زیبا را از این تو در میاریم چون کارایی نداره. میمونه سه کارت دیگر، تغییر شهره، دستبند و سکوت براحله. با این سه کارت شانستون رو امتحان کنیم، ببینیم بازی به کدوم سمت و سو خواهد رفت. یک دو سه. وای وای بله وای, وای. موافقم وای، این اعصاب منه. موافقم وای. فرجی از تو بعید، صفر فاش سلطان طلویی. صفر فاش بالا بالا. اینم سکوت بالا. و تغییر چهره. خواب لطفا، خواب لطفا. خدایا متشکرم، شما صحنه رو کامل ترک کنید، میریم برای شب. سه دو یک. همه خواب، همه خواب، همه خواب، که من عملیات تغییر چهره رو بتونم انجام بدم. همه خواب، همه خواب. شب حساسیه، همه خواب لطفاً. مافیای بازی بیدار شن، به من بگن تکلیف امشب چیست. دور متوجه شدم مافیا خواب. فقط دکتر بازی متوجه شدم دکتر بخوابه. لئون آیا شلیک میکنی لئون؟ متوجه شدم و با اون دوتای دیگه هم کاری ندارم. سه دو یک. اعلام روز میکنم. یا الله اول آج آقا خوبی؟ آج خانوم، اون یکی آج خانوم خوبی؟ یا
یکی از عزیزان بازی رو ترک میکنه و به سرعت به کیاس میریم. تشویق کنین آقای شکیب شجره که بازی رو ترک کنن. این قسمت 2 دقیقه آزاد یک کیاس جذاب رو برگزار کنین. بدون نوبت میتونین راحت با هم صحبت کنین. بفرمایید. میتونین بیایی خود رو خرید من جلوتر. تو رو خرید اینجا لطفا بشین. مرسی دوستان. اونجا هیچ گونه تحرکی نباشه لطفا. بچه اون برای فیس آف شد دیگه. یعنی فیس آف کارو خیلی خراب کرد واقعا. برای من شما شهر بودی اونجایی که رای خشم خریدی. یعنی تو اومدی تو دفاع، شما اومدی تو دفاعیه رای خشم خریدی، یهو گفتین که آقای شکیب اگر من نباشم آقای شکیبه. من اونجا هیچ رای هم به شما ندادم، یعنی صد سفید بودی ولی کارت اومده. من که از نقش خودم این اطمینان رو بهتون میدم که جلوی من گذاشته نشده است. خب ولی واقعا نمیدونم مریم که صد سفید من بود اومد تو بازی. اصلا نمیتونم چیزی ندارم بگم. شما هم همینطور. شما رأی خشم خریدی روی مافیایی که رفته بیرون، دوباره یه مافیا وارد کرده دیگه. مافیا بود آقای دانایی دیگه. شما چی میگی؟ منو نخرید، یعنی منو فیس آف نکرد. چرا؟ چون ساده لوحانه ترین کاری بود که میتونست منو فیس آف کنه. یکی از شما دوتا فیس آف شدیم. خب چون من شهر صد بودم و خیلی تابلو بود اگر شما مورد اتهام بودیم. یعنی ما یه تارگتی هم رو شما داشتیم، درسته؟ داشتیم دیگه همه جمع نمتون دیگه نداشتم. خب من اینو میخوام بگم، نمیاد منو فیس آف کنه طبیعتاً. یکی از شما دو تا فیس آف شدین. اینم نیست. چرا؟ میدونید رو چه حساب میگم؟ رو حساب این که تو اولا که صد سفیدی. خب صد سفید رو فیس آف میکنه؟ چرا نکنه؟ اتفاقا بهتره که تو صد سفیدی، یعنی همه باید دست میدن. اتفاقا تو یه فکت رو بر علیه خودت داری استفاده میکنی. نه اشتباه میکنی. تو یه فکت که صد سفیدی. من چون فکر کن خانمو تصمیم بگیرم دیگه. چون دو نظرم واقعا من دوست داشتم. من اینجوری کار نمیدونم بچه. من فیس آف نشدم. نه خب حرف بزن. من فیس آف نشدم. من فکر میکنم آقای دانایی مافیا بوده. من حسم فیسافی که کرده چون شما رو فیساف کرده. میدونی چرا؟ بذار بگم. شما نیستی، به خاطر اینکه بهاره کسی بود که پیداش کرد. سر دست صحبت کردی و پیداش کردی و ما پشت دست اتفاقا خیلی درست بود. کسی که ما بهش کمتر شک رو میتونیم بکنیم بهاره است. خب مریم جون اینی که تو ذهن تو جرقه خورده، دقیقا تو ذهن خود آقای دانایی هم جرقه خورده که من برم بذارم جلوی کسی که منو داده بیرون. خب ما همه دادیمش بیرون ولی استارتش از تو بود. خب دیگه من براش 10 تا فکت آوردم. اون لحظه که میخواد کارتو بذاره جلو من قطعا انقدر باهوش هست که این توش کلیک خورده باشه. ما هم باهوشیم دیگه. که دستمون رو خوندیم. صحبت تمام. از این به بعد هر سوالی که از هر عزیزی میپرسم کلام احتیاجی نیست، فقط با اشاره دست به من پاسخ بدن. آقای راستاد فقط با اشاره دست به من بفهمید شهر شما کدومی که از این دو عزیزه. فقط با اشاره دست شهر شما کدومی که از این دو عزیزه. دیدم بندازین. خانم غفاری شهر شما کدومی که این دو عزیزه؟ خانم خدا رحمی شهر شما کدومی که این دو عزیزه؟ دیدم بندازین. لطفاً ماسکاتونو بردارین. بدون هیچ کلامی آقای راستاد کلید بازی دست شما افتاد.
بدون هیچ هر کلامه بگین کیک میکنم. هر کلامه بگین کیک میکنم. شیش ثانیه بانم چون خیلی شیش رو دوست داری بگه نباید پنج باشه. شیش ثانیه برعکس میشبارم به سمت یک من این رو عزیز همیشه باختم چه ایونت به سمت یکی از این رو عزیز برید و پشتشون برید چون دست که نمیتونیم بدیم. شیش پنج چهار سه دو یک یه جا بیست اینجا ایستادیم شهر بازی رو برد. مجید بود سه جواد گفت از کجا میدونی شاید خودم خودمو نگه داشته باشم پخش میشه.